بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز در آمریکا روز پرزیدنت هست. تولد جورج واشنگتن رو در 200 و چند سال پیش، یا دقیقا نمیدونم تاریخ تولدش که، جشن میگیرن، ولی با این پرزیدنتی که داریم هیچ جشنی خوشحالی نمیاره. امروز دوشنبه 30 بهمن 1396 هست و برابر با 19 فوریه. متاسفانه دیروز با خبر شدیم که یک هواپیما در یاسوج از تهران داشته میرفته و در منطقه سمیرامین ها به اصطلاح سقوط کرده و هر روز در گوش و کنار مملکتمون یا دنیا خبرهایی هست که آدم رو ناراحت میکنه. در صورت خوشحالم که امروز با شما هستیم. میگه که خوشا امروز که مهمان شمایم، نمیدونم که فردا شب کجای. فکر کنم اینو بابا طاهر عریان گفته. امیدواریم اونم یه لباسی گیرش اومده باشه. در هر صورت روزگار غریبیست نازنین. سقوط هواپیما در ایران و ماجرایی که طبق معمول اول شروع میکنیم با دسیسه، اون هم کسانی که اصلا هیچ اطلاعی نداریم، بعد یکی یکی حقایق معلوم میشه. از اینکه هواپیمای ایران یه مش هواپیمای دست دوم و کهنه و قرازه و یدکی و پارت و اینا ندارن هیچ حرفی توش نیست، ولی الان توی دنیا این مشکل خلبانها کم خوابیدنشون، زیاد کار کردنشون، خوشحال نبودنشون از کار و اینها مسئله بزرگی شده. اجازه بدین که من این فیسبوک رو با دوستان هم شیر کنم. شما هم اگه این کار رو انجام بدید، بسیار کار عاقلانه ای هست و معقول. بذارید ببینم که بله، خیلی ممنون. آقای بابک هروی اینجا، سلام میکنم بهش و گفته که سلام کاکو جون، صدا و تصویر خوبه، خودت خوبی، همه چی رو خوب میبینی. ما این رو اینجا شیر کنیم با تلویزیون مردم و شماها هم دوستان میتونید در تلویزیون مردم هم برنامه خودتون رو داشته باشید، هم مهمون ما باشید و اگر مخالف هستید با نظرات ما بیاین صحبت کنید. خب و اما در ایران چه میگذرد؟ اولا یه ویدیویی رو درباره مقایسه ژاپن با آمریکا از لحاظ قانون اسلحه داشتن بهتون نشون میدم، روی فیسبوک هم هست. ولی چیزی که بین ما مشنگای فیسبوکی فعلا خیلی به اصطلاح توجه بهش داریم، ماجرای رفتن یک مشنگ و یک کسی که بحران میانسالی بهش غلبه کرده، زن و بچه، و حالا معلوم شده که این زنش هم نیست، همینجوری دوست دخترش بوده، بعد بچه دار شده، بعد اون بچه رفته. حالا ما کاری به حلال و حرام و اینا نداریم، ولی یکی از دلایلی که خانواده ها از هم میپاشن همینه که با هم ازدواج نمیکنن. حالا شما به مذهب و دینی باور نداری، برو تو دادگاه ازدواج کن، برو تو شهرداری ازدواج کن، ولی همین که هیچ قید و بندی ندارن به هم، میگه خب جمع میکنم میرم، یا اون ساکه اونو میریزه بیرون، میره دنبال کارش. در صورت یه آقای به نام کامران چند ماه پیش یه نفر با من تماس گرفت که آقای سوربی با این صحبت کن، این داره یه کار بزرگی انجام میده. ما گفتیم چه کاری انجام میده و اینها. خلاصه رفتیم باهاش صحبت کردیم، دیدیم اصلا این آقا خیلی شوته. یه پرچمی رو برداشته با یه گاری شکسته‌ای که دنبال چرخ میبندن اینجا بعضی وقتا، یا میرن خرید میکنن، اینایی که میدونن بچه هاشون داخلش میذارن، برداشته که من میخوام برم ایران رو آزاد کنم. حالا اون روزی که من این سوال کردم که شما رفتی داخل ایران هم شدی، بعدش چی؟ حالا دوستانی مثل آقای رضا زرابی و دیگران بهش رسیدن. گفتم رضا زرابی، نمیدونم بگم سکینه زرابی، بگم کوروش زرابی. این دوستان ما از بس که هیجان زده هستن و حقیقتش یه مقداری هم از بیکاری سرچشمه میگیره. نه اینا هیچ کنشون کار درست حسابی ندارن که مجبور بشن برن سر کار، یه حقوقی میگیرن و
از صبح تا شبم بیکار جلو فیسبوک و اینها. خود منم یه روز که با فیسبوک چی میکنم دیگه شب کم مونده برم دیوونه خونه. اینا اولا فکر میکنن که یه مسئولیتی دارن، این مسئولیت رو کی بهشون داده خودشونم نمیدونن. ببخشید فکر میکنن مثل شاه بود، شاه بنده خدا دیوونه شده بود، میگه مأموریتی برای وطنم، فکر میکرد خدا بهش مأموریت داده. خب بعد یه مدت شما فکر کنی خدا بهت مأموریت داده، بعد دیوونه میشی، بعد هر چی دنبال خدا میگردی خدایی نیست. این آقا رضا زرابی خیلی آدم با احساسیه، نویسنده است، شاعر، هنرمنده. ای کاش تو همون رشته ها میموند. حالا آمده و یا به قول خودش چندین ساله یا هزار ساله هرچی، چون این دوستان چونه میزنن سر اینکه کی به اصطلاح شور حسینی به سر شده، آمده شده فعال سیاسی. عزیز من این فعال سیاسی مثل هر کاری، همینجا تو آمریکا الان ماجرای اسلحه، میگن آقا شما میخوای یه موتورسیکلت سواشی، باید بری کلا بخری، باید بری امتحان بدی، باید بری قبول بشی، باید گواهینامه بگیری، باید ماشینت باید نمره داشته باشه، همینجوری میرن اسلحه میگیرن. چی میکنن این فعالای سیاسی ما؟ اینجوریه. بعدم مثلا کاری رو که هزاران نفر با اون همه تجربه، با اون همه سن و سال نتونستن انجام بدن، اینا میخوان یه شبه انجام بده. آقای بنی صدر رو آشتی بدن با رضا پهلوی. یادم سال 2003 من پسرم فارغ التحصیل شده بود و این ماجرای فارغ التحصیل هم فقط بین ایرانی ها هستا. خلاصه وقتی آمدیم اینجا سمیناری برپا کرده بودن که آقای تیمسار احمد مدنی رو با آقای رضا پهلوی آشتی بدن. اولا من گفتم خب حالا آشتی کنم، حالا که چی؟ تک تک چه کار کردن که دوتاشون با هم چه کار کنن؟ در هر صورت آخرم نشد و جلسه هم طبق معمول میان و شام و نهار و اینها، بعدش هم قطعنامه صادر میشه و میره و هیچ کس هم این رزولوشن ها و قطعنامه ها و اینها رو به اصطلاح اصلا اهمیت نمیده. ولی بمانه آقای رضا زرابی، آقا کار ما رو دشوار کردی، آقای کوروش زرابی رفته با آقای بنی صدر تو این برنامه کل که ورودش برای همه آزاد بود. دوست عزیز، شما وقتی میخوای بیای بگی که این پابلیک بود یا نبود، باید اول به اصطلاح مقدار تحقیق کنی. بود، تبلیغش هم ما اینجا کردیم تا یه روز قبل. آقای شادانلو هم به همه گفت پابلیکه، عمومیه، و رفتن. چند نفر در کل نشستن، طبق معمول همه هم جوان هستن، جوانهای زیر 80 سال، چون میدونید اینجا میگه طرف جوان زیر 18 ساله، ولی ما جوانهای زیر 80 سال چقدر از این چیزا میفرسیم، گل و بلبل و اینها. بله، میگه که آقا این رفت. حالا بذار رضا رو بگم. ببینید اولا آقا رضا این چون تو آمریکا بوده انگلیسیش از من بهتره، چون تو جوانی انگلیسی یاد گرفته. آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن شما این خمیر پیتزا رو اگه خیلی پهنش کنی وسط سوراخ میشه و هر چی روشه میریزه پایین، یا هر چی میخوای بعدن بریزی روش نگه نمیده. من فکر کنم آقا رضا این خمیر پیتزاش رو، خمیر فعالیت سیاسیش رو خیلی داره استرچ میکنه و پاره شده، یعنی نازک شده. حالا اگه پارم نشده نازک شده. شما اول تکلیف تو با خودت معلوم کن. ببین اگه طرفدار رضا پهلوی هستی، از امروز تمام چیزا رو خاموش کن، با دفتر آقای پهلوی، با مادرش که نامه نگاری میکنی تماس بگیر. چه خاکی باید بر سرم بریزن؟ حالا این آقای کامران رفته ایران که خاک ایران رو بر سرش بریزن، رفته تو رضاییه، رفته نمیدونم کلیسای حضرت مریم، و اونا چنان با این رفتار کردن اصلا نمیدونستن این کیه. طرف تا نشسته فیلمای ترکیه و نمیدونم فیلمای انگلیسی که من شما باید اینجا 15 دلار بدیم بریم سینما، اونا دارن مجانی نگاه میکنن رو ماهواره. مگه احمقه که بیاد بشینه؟ یه نفر رفته توی چادری، سرش هم اینجوری، بعد میگه آره اینجا اینجوری اینا، ولی خب من برم این رستورانه تا نبسته خوراکمو بگیرم. مردی که رفته بغل رستوران چادر زده، خب اون بغل یه هتل هم میگرفتی راحت. یه عده میگن آقا بگو ببینیم چیه، قلب اون وایساد چیه چیه. چقدر آدم خوبی بود، اصلا این چه تبلیغ خوبی شده برای آخوندا که یه نفر احمق بیاد 9 ماه هی مردم رو سر کار بذاره، بعد که میاد اینجا بهش میگن آقا این پرچم لوله کن بنداز اونجا. حالا شانس آورده پرچم رو نکردن یه جایش، بنداز اونجا.
میخوای بری ایران؟ گفته بله. ولی دوستان توجه کنید، اونایی که ممکنه نشنیدن این ویدیو رو کامل، ایشون 8 سال قبل هم ایران بوده. داییش پاسداره و پاسدار معمولی نیست، سردار پاسداره. آخه من نمیدونم واقعا، حالا رفت ایران، حالا نشسته اونجا تو رضاییه چلو کباب مجانی مردم میخوره، بعد یکی دو روز دیگه میخوان برن شیراز. خب بری شیراز، بری پاسارگاد، خب بعدش چی؟ همین الان دیگه حرف که میزنه زیپشو کشیدن، طرف بهش میگه آقا بگو ما، میگه آقا من چه کار کنم، من دیشب نمیدونم رفتم اینجا دادسرا، حاج آقا رو که دیدم وحشت کردم و فلان. یه شب زندانم نبوده، اونجا میگفتن اون وقت، اینجا میدونید اینجا جیل دارن و پرزن، جیل یعنی بازداشتگاه که تو هر پلیس آفیس چیزی هم هست، یه جایی به اصطلاح بازداشتگاه، مثل تو کلانتری ها. تو کلانتری بازداشتت میکنن، بعد میبرن دادگاه، اگه دادگاه بهت زندان داد و هم میفسن زندان، اون زندان میشه پرزن، با جیل فرق میکن. یه شب این آقا رفته اونجا، امروز دیگه نمیتونه حرف بزنه. اون دو ستای دیگه هم که ناپدید شدن، ولی این وسط گویا من خودم نشنیدم، گویا آقا رضا زرابی گفته اگه این رفت ایران اسمشو عوض میکنه، اسمشو میذاره سکینه. اولا این یه توهینیه به اونایی که اسمشون سکینه هست و هم که خودشون اسم انتخاب نکردن، پدر و مادر انتخاب کردن، و این یه کار به اصطلاح خیلی بدیه. یادم میاد آقای میبودی هم یه دفعه گفت اگه احمدی نژاد انتخاب بشه من اصلا دیگه از رادیو تلویزیون میرم. اینایی که اینجوری شور حسینی برشون میداره، بعد به اینجا میرسه که اعتبارشون از دست میدن. حالا آقای رضا زرابی میخواد درستش کنه، خرابترش کرد. میگه من گفتم اگه این رفت ایران من اسممو میذارم کوروش. شما معمولا چه کار میکنی؟ این تو شرط بندی معمولا هم مردا چون احمق‌تر از خانم‌ها هستن، این شرط بندی بین مردا و پسرها و اینا انجام میگیره که اگه تو مثلا از اینجا با موتور دور زدی، من اینجا کفشمو در میارم پامو میکنم تو گل، یا مثلا گرمه با پای برهنه رو آسفالت راه میرم. یعنی چی؟ یعنی یه کار بدی رو انجام میدم، یه کار ناشایستی رو انجام میدم. شما اومدی خودت رو جریمه کردی، اسمتو کردی کوروش، اسم کوروش یه کار ناشایسته، یه کار بده، داونگرید شدی. آخه عزیز من اصلا این دیوونه بازی ها یعنی چی؟ شما مشاور ارشد یه حزب بودی، چی کارها که کردی، حالا شدی دبیر کل یه حزب جدید، بعد میای شرط بندی میکنی با یه دیوونه‌ای که راه افتاده از این چادر با اون چادر، با یه مشتی از خودش مشنگتر که تو خونه تنها نشستن اینا، آقا برو ما میان. یک نفر بهش نپیوستن، یک نفر حتی. خب تنها رفت اونجا، ببینید تو بازداشتگاه باش چجوری رفتار کردن، و بازداشتگاه پلیس رو نگاه کنید تو خیابون آمریکا چجوری با مردم آمریکا رفتار میکن. بیسکوت گذاشتن جلوش، بشین، اون بیچارم اونجا نشسته، بعد میگه به من گفتن فیلم نگیر، بهت گفتن فیلم نگیر، داری فیلم میگیری. شما از در اداره پلیس که میخوای بری تو، نوشته تلفنتون بذارید رو وایبریشن، فیلم عکاسی ممنوع. اگه فیلم عکاسی بگیری و اینها، خب اون ماجرای خانم زهرا کاظمی یادتونه، رفته یه جایی نوشتن خانم اینجا عکس نگی، عکس گرفته اومدن دوربینشو گرفتن بعد بردن، حالا میگن تجاوز کردن، ما که نیستیم، شماها که هستید بگید. ولی آقا رضا عزیز من، شما همین امروز اسمتو عوض کن، بذار رضا زرابی، بعدم قشنگ بگو که اشتباه کردی. هر کسی میخواد بره ایران، بره ایران. اولا این مردی که میگه قشنگ پاسپورت داشته، همه چی هم داشته، رفته اونجا، بعدم دیدی میگه پاسپورتمو گرفتن بعد بهم دادن، یعنی پاسپورت خارجی که اونا قبول ندارن که، پاسپورت ایرانی داشته این، و اینا همه، این همه شماها رو گذاشت سر کار، ولی نتونست من و افراد مثل من رو بذاره سر کار. چون ما همون روز اول از پرسیدیم آقا شما رفتی، چرا بحث کنیم بگیم نمیتونی بری، چرا بحث کنیم، میگیم آقا رفتی. خب بعدش چی؟ آمریکایی‌ها میگن چی آقا رضا؟ میگن then what. خب این آقایی که تا دیروز پشت مرز بوده، دوست ما آقای مکس قلمی براش نگران بوده،
امروز میگه آقا به من ثابت شده که این ممکنه اصلا مأمور جمهوری اسلامی بوده، راش انداختن، حالا هم تبلیغ میکنن میگن آقا ببین حتی مخالف ما بوده، این همه بدی گفته، این همه آدم های دیگهی که میخوان ما رو نابود کنن باهاش بودن ولی ما هیچ کاری بهش نداریم. ببینید چه تبلیغ خوب و مجانی برای جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی که جوونا تو ایران اونجوری میان از جون خودشون به اصطلاح میگذرن، به خطر میندازن که یه تظاهرات داشته باشن، بعد یه احمق نادان از سوئد را میفته میره، حالا اونجا خوشحال چهار تا ببخشید اون وقتا به اینایی که اینجوری بودن میگفتن لگوری که هر روزی هر شبی با یکی هستن. خب حالا اون وقتا محفلا فرق میکرده، باقی بوده و رقصی بوده و عرق خوری بوده، حالا فیسبوکی هست و اینستاگرام و اینها نوعش فرق کرده و الا لگوری بودن اینها فرقی نکرده. اینم از این. و اما آقای بیژن جعفری لطف کرده یک اینکه دوربین مخفی لایو گذاشته بود. خب همینا رو یکی یکی بعدن، اولا اون بیچاره خیلی آدم خوبی بود و الا اسمش رو میزد توی فیسبوک، اسم چیزای قدیمیش چیزای جدیدیش رو میآورد اینا براش پاپوش درست میکنن. حالا کی باشه که من اینم بهتون بگم، یه آقایی هست مال مرز پرگوهر، اسمش هم یادم میره، آدم بسیار خوبیه و این بلند شد توی شلوغیای 88 رفت ایران، اونایی که تو ایران به این جا دادن و فلان و اینها، بعد این برگشت اومد یه دونه از این تلفن‌های ساتلایتی هم با خودش برده بود، آقای خدایا چیه رستوران هم زده تو کالیفرنیا، بگید دیگه مال این مرز پرگوه. خلاصه بعد اون کسی رو که به این جا داده بود و مکان داده بود و باهاش در تماس بوده گویا گرفتن اعدام کرد. بعد به این آقا میگم خب آقا تو شبا چجوری میخوابی که بلند شدی رفتی به خاطر یه کار بیهوده یه نفر رو به اصطلاح به کشتن دادی، حالا آیا از این درآمد رستورانت مای 100 دلار برای خانواده اون میفرسی؟ نمیفرسی که. بله دوستان عزیز، امروز من چون خبر نداشتم که تعطیله، روز جمعه گفتم برنامه دارم پای حرفم هم وایسادم، ولی این برنامه رو هم با دوستان فیسبوکی هم برنامه لایوی که پوشش دیگه خیلی قطور شده سعی میکنم این پوشه رو کمی ظریف‌تر و به اصطلاح اون مقاله و عکس‌ها و فیلمایی که توش هست با شما در میون بذاریم و نشون بدیم و شیر کنیم. ولی بیژن جعفری عزیز یک ویدیویی فرستاده بود که نگاه کنید، این به اصطلاح ژاپن همین قانون اسلحه و اینا رو به چه صورتی انجام میده. بعد میگه ژاپن به نسبت آمریکا تقریبا نزدیک به صفر هست، با وجود که خب جمعیتش کمتر اینا، ولی به اصطلاح تلفات از لحاظ کشته شدن با اسلحه و اینها نزدیک به صفر. بعد میگه که اگه کسی میخواد اسلحه بگیره یه روز باید بره آموزش ببینه، بعد باید اولا به هیچ وجه اسلحه‌هایی که مثل این که این آقا اومده زده 17 نفر رو کشته به کسی نمیفروشن، اون برای ارتش و فلان و اینها هست، فقط اسلحه‌های دستی یا رایفل شاتگان، اسلحه‌های تفنگه، ولی تفنگایی که هی باز کن پرش کن یا ده اینجوری، ولی اینکه 30 تا تیر بخوره تق 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 بعد 50 دلار یه چیزی بخره اینجاش که میذاره این خودش اینجوری اتوماتیکش کنه و اینها اینجوری نیست. این فیلم رو با هم ببینیم، اجازه بدیم زیر نویسم داره بر ژاپن. خب من از اینجا بیارم شما رو به روی این صفحه. میگه چرا ژاپن از این به اصطلاح کشتارای دست جمعی نداره. در صورتی ما دیدیم چند سال پیش توی نروژ بود، بلژیک بود، کجا بود، اونجا هم بود. میگفت که خود کامران و طرفدارانش میگفتن آقای زرابی گفته اسمم رو میذارن سکینه و میخندی. من آقای زرابی میگه که من کتابی نوشته بودم و سندش موجود است، کوروش زرابی،
اونا اصلا مهم نیست. ببین آقای زرابی، منم اسم اصلیم اصغر، تو شناسنامه اینجا از سال 2002 به هم گفتن پارسا، ما هم اسمونو گذاشتیم پارسا، بعد رفتیم دادگاه دیدیم خیلی مکافات داره، کلی باید پول بدی، بعدم همه چیت میریزه به هم، از خیرش گذشتیم. اصلا اون شما سعی نکن به اصطلاح موضوع رو عوض کنی. موضوع اینه که شما الان تو نوشته های خودت نوشتی که چون آقای چیز رفت ایران، من گفتم اگه این رفت ایران اسممو میذارم کوروش، تازه این با پرچم باز نرفته، با پرچم بسته رفته. من میگم عزیزم برنامه رو که نگاه میکنی الان اصلا لازم نیست کامنت بنویسی، ربع ساعت نیم ساعت اصلا فکر جای دیگر رو نکن، بشین به خودت فکر کن، بگو آقا من میخوام برم یه حزب باز کنم، بعد یه کتاب بخون. شما که الان چند تا حزب پشت سر گذاشتی، بیا به این سربی بگو چند تا کتاب درباره حزب، درباره گراس روت، برو مثلا بخون. این آقایی که اوباما که اینجا گراس روت بود، یا این اینایی که کامیونیتی ارگانیزیشن و اینها را میندازن، چجوری کجا میرن چه کار میکنن، چجوری میرن در خونه مردم با مردم صحبت میکنن، چجوری. بابا اینجوری نیست، والا بلا اینجوری نیست. اگه اینجوری بود که شما ها حالا صد بار موفق شده بودین، خود آقای رضا پهلوی که شما ها دنبال روش هستین، ببخشید اینو میگم، ما مثل خر به گل مونده. الان دیگه میگه چکمه رضا پهلوی، رضا شاه برای من بزرگه و من تو مریلندم احتیاج به چکمه ندارم، بابای من پدر بزرگ من اسب سوار میشده. اون مونده، وقتی اون مونده من نمیدونم شما، خب اگه شما رهبری بیا جلو بگو آقا اون بره چونگن خرشو برونه، نمیدونم به خدا آدم اصلا عصبانی میشه. خب ببینیم حالا اینجا چی میشه، ژاپن رو نگاه کنیم برگرد. Interesting outlier when it comes to gun violence. They're about one third of the size of the U.S. and they have the lowest rate of gun violence in the developed world. It is so peaceful there that police often run out of things to do. Seriously, in 2015, only 6 shots in total were fired by police in all of Japan. Japan's success is a result of several factors, including a history of wars, Japanese culture, and their current gun laws. The general feeling among Japanese citizens is that war and violence is terrible for the country, so they should do everything in their power to avoid going back to that. As a result, Japanese gun laws start with the premise that guns should not have a role in civilian society. That idea even extends into how the police operate. Instead of arms training, the police spends many hours training in martial arts techniques. If they're dealing with a violent or drunk person, sometimes they will use these huge futons to basically roll up the person like a burrito and take them back to the station until they calm down. From the civilian side, if a person wants to buy a gun, they have every right to do so, but the process is very complex and thorough. To buy a gun in Japan, first you have to take a day-long class and pass a written exam. Then you have to take a shooting range test and pass it with 95% accuracy or higher. Then you have to go to a hospital and pass a mental health exam and drug test. And lastly, you have to pass a comprehensive background check that makes sure you don't have any extremist or criminal associations. Only then you'll be allowed to purchase a shotgun or an air rifle, but no handguns or semi-automatic weapons, which are completely banned for civilians. Did I mention you have to keep the gun and ammo stored separately and under lock and key and agree to yearly police inspections? Yeah, Japan does not mess around when it comes to guns. And the results speak for themselves. It's incredibly hard for would-be mass shooters to get their hands on weapons that can cause a lot of harm. The consequence is that total gun deaths in Japan are often in the single digits, compared to 33,000 annually in the United States. So what can you do? Even though there are cultural differences that make comparisons complicated, there's a lot we can learn from Japan. Mental health exams and more robust background checks, for starters, would immediately make it harder for potential mass shooters to arm themselves. The freedom to bear arms is currently costing us 33,000 lives per year. If we want to actually solve this problem, we have to do better than offer thoughts and prayers. Peace. Got it. 33,000 نفر در سال اینجا به اسلحه کشته میشن. بعد تنها کاری که رئیس جمهورها و نماینده ها و سناتورها میکنن، میگن دعای ما با شماست، نمیدونم قلبمون غمگین شماست. خب که چی؟ آقای مجید افراخته میگه ایرانیان چنان وانمود میکنن که انگار تو ایران روزه برای ژاپنی ها میخونن و روز قدس ایرلندی ها میرن تظاهرات،
و خمینی را هندی ها آوردند ایران، نماز و روزه فنلاندی ها میگیرند، ایرانی ها لایق یک حکومت دیگری هستند. سید علی گدا و رژیم اقلیت شیعه هم اشتباهی تو حکومت تو ایران حکومت میکنه و باید انتقالش بدیم به کانادا و ایران مال نواده های کوروش و حافظ و زرتشت و شازده نوه رضا قلدر و خلاصه یک حکومت دیگری است. پارسی والا این سوالیه که ما هم پرسیدیم از آقای شادانلو، گفتیم شما الان داریم میرین 17 هم به اصطلاح این سمینار نشست به اصطلاح آزادی و نمیدونم چی بود، در کل جمهوری ایرانی یعنی چی؟ جمهوری ایرانی یعنی همین پارسی پارسیه؟ من تا حالا جوابی نشنیدم. و جالب اینجاست از بی برنامگی این دوستان بگم، مثلا اینا خب قرار بود که روی صفحات مختلف این نشست رو پخش کنن و اینها، اصلا یه نگاهی به نشست بندازین، مثل اینکه مثلا میز رو برای 5 نفر گذاشتن و گفتن حالا تو هم بیا بشین، یادتون اتوبوسای قدیمی میگه حالا تو هم بیا بشین، تاکسی های ایران یادتون آخر شب مثلا میگه آقا دیگه جا نداری، میگه بابا حالا دیگه تاکسی نیست، این بیچاره مونده کنار خیابون، اون فکر پنجزارش بود، بر راننده میگفت حالا بیاد بشینه، نصفی از بدنش رو از دریچه میکرد بیرون که یه مسافر دیگه سوار کنه بیا 5 زاری یه تو هم به نفعش بشه. سمینارهای این دوستانم تقریبا این شکلی شده و خنده داره. پرچم شیر و خورشید زدن، هنوز ما نمیدونیم آقای بنی صدر به پرچم شیر و خورشید باور داره یا به پرچم جمهوری اسلامی. اگر آقای بنی صدر به رأی مردم میگه من رئیس جمهورم یا بودم، رأی مردم هم اون صندوق چیز آورده، حالا اگه قلابی بوده و اینا من کاری ندارم. ما ببینید اگه شما میگی من طبق این رأی نماینده مجلسم رئیس جمهورم، طبق همین رأی ها اینا را آوردن، پس پرچمه رو گذاشتن یک کناری، آقای بنی صدر نشسته اینجا، میزم مثلا برای 4 نفر 5 نفر خوبه، 8 نفر نشستن. حالا من اگه بشه بهتون نشون میدم بنی صدر کل. بله اینم از آقای شادانلو هم خب احیانا دیگه رو وقتی هم میرن این دوستان بهتون میگم، بعضی وقتا یکی از افتخاراتشون اینه که ما آقا حتی پول هتل نداشتیم، خب آقا نریم سمینار بذاریم، ما میریم خونه هم دیگه. این آقای حسین لاجوردی میگه هر وقت نشست اینجا هست دوستان میان خونه ما 30 نفر 15 نفر 20 نفر مثلا تو یه آپارتمان اونم فرانسه میخوابن. خب شما خودت نگاه کن، شما اگر شهروند هستی داری قوانین پاریس رو زیر پا میذاری، این خونه رو به شما اجاره دادن برای 1 نفر، برای 2 نفر، برای 3 نفر، برای 4 نفر، شما به عنوان مهمون خونه ازش استفاده میکنی. بله میتونی یه شب 30 نفر مهمون داشته باشی، ولی اینا اگه مهمونن اومدن مهمونی بعد با برن هتل خودشون نه خونه شما، به این دلیل که بعدن شما 30 تا سفر که میخوای انجام بدی میخوای هتل نری بری خونه اینا. همه کارمون خرابه آقا رضا، آقا ببخشید آقای زرابی. خب نشست کل تمرکز بر جمهوری ایرانی و دولت ملی و نه براندازی. خب شهر کلن آلمان روز 28 بهمن 2 روز پیش محل برگزاری میزگردی با حضور ابوالحسن بنی صدر، محمد امینی، پرویز دستمالچی، ناصر کاخساز، بهمن مبشری. این افراد در سخنرانی های خود درباره چگونگی گذار از حکومت دینی به دموکراسی صحبت کردند. این میز رو من بهتون نشون میدم. اولا وقتی میگن میز گرد، باید واقعا میز گرد باشه یا هر میز چارگوش و نمیدونم دراز و اینا رو شما میتونی بگی میز. میز گرد دلیلش اینه که بالا و پایین نداشته باشه، یعنی کسی رئیس اونجا نباشه و همه اینایی که دور این میز میشینن به اصطلاح مساوی و برابر باشه. بله این شما این میز رو نگاه کنی، پرچم چروکاش رو نگاه کنی، فکر کنم برعکس هم زدنش، من نمیدونم، چون این پرچم هم چیز داره، قانون داره، مثلا این شیر و خورشید باید به طرف این ور باشه، نمیدونم، ولی
من بارها گفتم آقا این پرچم اگه از تو کیفتون در میاریم، آقا شما اگه پیرنگ میپوشی، اگه اتو نداری تو هتل میری میذاریش تو حموم، دوش که میگیری بعد یکم آب گرم باز میکنی که بخارات اونجا چروک این پیرنت رو از بین ببره. چرا بی احترامی میکنی به پرچم؟ یه پرچم چروک رو میاری اینجا میذاری؟ بعد ببینید آقای بنی صدر اینجا نشسته، یعنی اگر قرار بود اینا به این پرچم باور داشته باشن، این پرچم باید وسط باشه، مهمونای اصلی اگه اینها هستن این بار. و ببینید این میز الحمدلله میبینید که یه میزیه اینجوری، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و حالا دوربین دیگه چند تای دیگه این بر اون ورشه نمیدونم. بعضی از دوستان میگن آقا تو چجوری این مشکلات رو میبینی؟ میگم نمیدونم، شاید هم همین ذاتی که ما دبیر بودیم تا یه ورقه رو نگاه میکردیم فقط دنبال مشکلات میگشتیم، چون میگفتیم خب دانش آموز باید خونده باشه به اصطلاح چیزاشو درستاشو بنویسه و ما میگشتیم دنبال مشکلات، شاید این بوده. بله بذارید دوستان عزیز روی فیسبوک اگه چیزی مینویسید من نمیبینم، برای که اینجا بهتون میگم من 4-5 تا مانیتور رو باید بپام و ممکنه نبینم. استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، گذار فلان، اینها ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، محمد امینی، نویسنده، پروژگر، پرویز دستمالچی، چنین و چنان و اینجا صحبت میکنه. در ابتدای برنامه دکتر سهیلا ستاری یکی از برگزارکنندگان مراسم طی سخنانی به موضوع دختران خیابان انقلاب پرداخت و با ارائه آمار وضعیت زنان پیش و پس از انقلاب را مقایسه کرد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی او قبل از مقطع انقلاب ایران در سال 1357 در حدود 38% دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن بودند، 1500 زن در مقام‌های ارشد مدیریتی در سطح کشور، 22 زن در مجلس شورای ملی و 5 زن به عنوان شهردار مشغول به کار بودند، 33%. اتفاقا یکی از اونها هم خانم سوربی بود، یه مدت شده بود شهردار سعادت آباد اگه اشتباه نکنم. در صورت 33% کل مشاغل آموزش عالی ایران بر عهده زنان بود و 2 زن نیز به مقام وزارت اشغال داشتند. سپس به آمار زنان تحصیل کرده در دانشگاه در مقطع کنونی اشاره کرد که حدود 66% هستند، اما این زنان سهمی از مشاغل بالای مدیریتی دولتی ندارند. همچنین بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال 2017 ایران از میان 144 کشور بررسی شده در رتبه 140 قرار گرفت. نگاه کنید دوستان، خود من و شما میبینیم که نشون میده خانم فلانی این فاتی کماندو بوده در دوره دانشجوها و اینها، الان وزیر بهداری، خانم فلانی نماینده مجلس، این خانم دکتری که میاد میگه من با توجه به آمار قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و حرفش رو با دروغ شروع میکنه و تازه تعریفیه برای جمهوری اسلامی که آقا در زمان شاه که انقدر چی میکرد 38% دانشجو زنها بودن، الان 66%، ولی بعد حتی نمیگی یک نفر مثلا مسئول هست. بله میدونیم در دوره شاه همین خانم شیرین چیه این جایزه چیز رو برنده شد، جایزه صلح نوبل رو بهش دادن، این قاضی بوده، بعد به اصطلاح رتبهش رو تقلیل دادن شد وکیل. ولی خانم اگر میخوای آمار بگی جلو مردم، جایی که ثبت میشه، جایی که ضبط میشه، جایی که بعد نوشته میشه سوربی میاد یقتون میگیره، والا بلا این مأمور جمهوری اسلامی نیست. این میگه که شما با این کارتون کمک میکنید به مأمور جمهوری اسلامی، عین همون نادان کامرانی که بلند شده رفته اونجا، حالا خیلی خوشحاله که یه شب رفته بازداشت شده، بعد حالا هم هی چلو کباب بهش میدن. اینایی هم که چلو کباب بهش میدن بعد 2 روز میبینن بابا این خله. شما عکساشو نگاه کنید، کلاهای مختلف، لباسهای مختلفی که این وقتی تو سوئد بوده میذاشته سرشو میپوشیده و اینها رو شما نگاه کنید، این آدم خله، مشنگه، اسکله، یه چیز دیگه میگفتیم قبلا، من نمیدونم حالا تو ایران عوض شده. در هر صورت بله
برزهای زدید به هدف راجع به پرچم. مرسی آقای پارسا سوربی. پرویز بابایان، والا من آدم باهوشی نیستم. میدونید میگن تو شهر کورا شما اگه یه کور داشته باشی، یه چشم داشته باشی، میشی پادشاه اون کورا یا میشی شما بینای بینا. من آدم باهوشی نیستم. یک نگاه شما میندازی به این عکس، نامرتب بودن جلسه، 8 نفر 9 نفر رفتن نشستن، اسمشو گذاشتن میزگرد، این میزگرد نیست، این سمیناره، این گرد هماییه، این نمیدونم هر چیز دیگه. بابا هر چیزی یه اسمی داره. میزگرد برنامه خانم اپرا دیشب نگاه کنین، با 14 نفر که یعنی 15 نفر نشسته بودن دور یه میزگرد و ببینید 4 تا میز رو چسبوندن و هم یه میز بزرگ درست کردن و ببینید این زن چجوری یک تنه این برنامه رو میچرخون. مخالفین ترامپ، موافقین ترامپ، میگه اینا اصلا چشم دیدن هم رو نداشتن ولی امروز دارن با هم صحبت میکنن. و آقای زهرابی بلند میشه میخواد بره بنی صدر 85 ساله رو آشتی بده با رضا تنبل. آقا آشتی کرده، آشتی کرده. چقدر ممنونیم از شما آقای زهرابی. خب حالا چی؟ دیدید دو تا دوست که با هم یه مدت قهر بودن وقتی آشتی میکنن تا چند مدت نه این روش میشه با اون زنگ بزنه نه اون روش میشه با اون زنگ بزنه. حالا اونا دو تا دوستن، اینا که دو تا دشمنن از قدیم، اصلا پایه و اساس حکومت آقای بنی صدر یا دولتش بر اساس این بوده که آقا این خانواده ظالمن، دزدن، پدر سوخته هستن، شکنجه‌گرن، بیاین منو انتخاب کنید. حالا بره با بچه شکنجه‌گر دست بده، گیریم رفت داد، فردا بیاد بگه چی؟ فردا بیاد بگه من هر چی گفتم دروغ بود، این درسته؟ نمیشه عزیز من. بعدم شما حالا تو این همه حزب و جنبش و همین آقای بنی صدر رو کم داشتین؟ مثل ترامپ که الان 41 نفر سفیر و کنسول کم داره. باورتون میشه تو کشورهای مهمی برای اینا عربستان سعودی ما سفیر نداریم؟ کشور دیگه ترکیه که الان تمام این جنگ و منگا اونجا هست سفیر نیست و این مردک هیچ که نمیاد براش کار کنیم. میگن آقا مگه ما دیوونه هستیم بریم با این کار کنیم؟ هر روز فوشمون بده، هر روزم هی مردم از اون بپرسن امروز میکنه بیرون، امروز میکنه بیرون. همین برنامه 6 مینیت دیشب نگاه کنید، آقای تلرسون ببینید خانمه بهش میگه که این ور اون ور، هی میگن تو رو میکنن بیرون. میگه خب حالا که هستیم هستیم دیگه، بذار من اینجا اینو بنویسم ببینم این عکس رو میتونم بهتون نشون بدم. اپرا 60 مینیت ایمیجز. بله ببینیم این عکس میزگرد دیشب رو اگه بتونیم یا شما پیدا کنید برای من بفرستید ببینیم. اپرا وینفری و بله بذارید یک میز گرد همراه، ببخشید اگه من یک کمی اینجوری میگم، اصلا وقتی که فهمیدم امروز تعطیله گفتم کاش به دوستان گفته بودیم دوشنبه منم نمیام یه استراحت کنیم. بعض وقتا وقتی هی زیاد میدوی بعدم این همه استرس از این ور کشتار فلوریدا تو مدرسه، از اون ور افتادن هواپیما، یه مثل بیچاره بدبختی که از تهران میخواستن برن یاسوج با این هواپیما. In its 50th season, 60 minutes is adding a very special... میخواستن برن محل یا خونهشون یا سر کار و اینا افتادن. میدونی 60 تا مسافر، 2 تاش از این ماموریای حفاظتی بودن، 2 تا خلبان، 2 نفرم خدمتکار. خب 66 تا خانواده عزادار، اونم کی؟ موقعی که زلزله داریم کرمانشاه و نمیدونم کردستان، موقعی که سیل داریم این ور اون ور، موقعی که آتش سوزی داریم مال هنوز پلاسکو و نمیدونم جاهای دیگه. همینجوری فاجعه بعد از فاجعه بعد از فاجعه، بعد ما همه اینا رو ول کردیم، چسبیدیم که آقای کامران قادری امروز بیسکوت بهش دادن خورد توی چیز یا پپسی کردن فلان جاش. اصلا شدیم یه مش آدم دیوونه. من میگم این فیسبوک دیوونه خونه است. خب شما ببینید یه آدم معقولی، بابا شاعره، نویسنده است، وقتی برنامه میذاره میتونه حرف خوب بزنه. اولا دیروز یه نفر از دوستان من فوشاشو فرستاده بود که این آوارزا آقای زرابی چه فوشایی میده. البته آوارزا درباره فوش آمد گفت که این آقای حتی
صادق هدایت هم گفته فحش خوبه، فحش زبان آدم رو غنی میکنه و ما که اینقدر فحش داریم توی فرهنگمون خب ازش استفاده کنیم. این از این. من ببینم دوستان اگر این عکس رو تونستن برای ما بفرستن، ویندوز میدیا این بله یه سوال ما داشتیم. اوکی نخه این اصلا نمیشه. بله خب حرف درست و خیلی خوبی هست و آشتی اپوزیسیون، اما فقط در حد حرف و تئوری امکان پذیر است و عملی نیست. بذار آقا من برات یه چیز دیگه بگم. یه دوستی هست خانم گیتی کاوه حلالزادم هست، همین الان نوشته: جناب آقای سربی گرامی، با درود مجدد، کاملا با شما موافق هستم و امیدوارم آن عده از جبهه ملی ها با جنبش خود خوش ماه دی سرشان به سنگ خورده باشد و راه های اتحاد نیروهای ملی را پیدا نمایند که زیاد هم مشکل نخواهد بود. البته جبهه ملی ایران مرتب اعلامیه‌هایشان را برای نهضت مقاومت ملی مستقیما ارسال می‌دارند و نهضت مقاومت ملی هم آنها را در سایت اینترنتی نهضت درج می‌کند. با تقدیم احترام گیتی کاوه. آخه خانم گیتی کاوه، من تازه چون 61 سالمه میدونم جبهه ملی کیه، تاریخچش چی بوده. جوونی که امروز با اینستاگرام و با فیسبوک و با تلگرام و با تلویزیون و با کامپیوتر هست، اصلا جبهه ملی کیه؟ حالا شما قوز بالا قوز درست کردی، نهضت مقاومت ملی کیه؟ نمیدونم شورای ملی ایرانیان کیه؟ نهضت مقاومت ملی همین مجاهدین هستن؟ خانم گیتی کاوه یا یک بار یا دو بار مهمون ما بودن، ایشون هم قرار شد با دوستانشون صحبت کنن، برنامه هایی رو در تلویزیون مردم بذارن، ولی من چون نوشتم منتظر هستیم که باز هم شما مهمان ما باشید، ولی این بار شما لطف کنید غذا رو با خودتون بیارید، دیگه پیداشون نشد. آخه اینجوریه این برنامه ها. به طرف میگم آقا شما که ترتیب یک پیمنت ساده، آقا با پول تلفنت ندی قطعش میکنن، وقتی میخوای وصلش کنی نقره داغت میکنه، میگه $100 جریمه وصل کردنش. آب برق گاز همینه، سر موقع ندی دیرتر بدی جریمت میکنه. شماها که ترتیب یه پیمنت ساده رو نمیتونید بدید، یه قول که میدید به یه نفر نمیتونید اجرا کنید که آقا من فردا پرداخت میکنم، کاری میکنید که ما برگردیم مثل قرن 19، مثل بقالی ها یادتونه؟ بقالیه برای که ما بچه بودیم، بازگوش بودیم، اگه میرفتیم میگفتیم 200 گرم، تو شیراز 100 گرم میگفتن نمه، شماها میگین سیر 75 گرم، ما میگفتیم یه نمه مثلا 100 گرم، یه نمه پنیر بده. این نمیرفت اول پنیر رو بیاره بذاره توی کاغذ روزنامه، اون مارک روزنامه هم میچسبید بهش، چیز زشتی میشه. اول میگفت بچه پولتو بده. خب شما میخوان ما مثل بقالا با شما مثل بچه رفتار کنیم، آقا اول پولتو بده بعد بیا حرفتو بزن. آخه این درسته؟ اون وقت شما میخوان به مردم ایران قول بدین، خب قولتونه کسی قبول نداره. نمیدونه اصلا. بله خانم گیتی از جبهه ملی ها هست، اما من هنوز نفهمیدم جبهه ملی کی هست و کجا هستن. باور میکنی من اینجا نوشتم که شما هی می‌نویسی اتحاد، به من بگو بکنم اولا اتحاد با کی، دوما ایشون تو انگلستان زندگی میکنه، شما تو انگلستانی که زندگی میکنی اتحاد هست؟ الان اون دیوونه کیه مواش مثل ترامپ نخست چیز وزیر امور خارجه، با اون صدر اعظمشون، با اون خانم ترسا می، اینا اتحاد دارن؟ چه جوریه که شما تو این کشورهای هستین که بدون اتحاد، دموکراسی هست، انتخابات هست، به اصطلاح چیزای اجتماعی هست، آزادی‌های اجتماعی هست، خدمات بهداشتی اجتماعی هست، اون وقت شما نمیگید میخوام مثل اینجا باشه، میگید امروز فقط اتحاد. اون بدبخت احمق که گفت امروز فقط اتحاد، کتاباش مونده رو دست خودش، فکر کنم میشینه روشون بازی میکنه. امروز فقط اتحاد یعنی چی؟ کی اتحاد داره؟ همینجا اتحاد دارن آمریکا؟
آمریکا از روزی که سنگ اولش رو گذاشتن اینا با هم مشکل داشتن. دیشب داشتم راجع به معاون لینکلن به اصطلاح یه فیلمی رو میدیدم. اصلا بریم ببینید اون اخلاقش چجوری بوده با لینکلن، بعد ماجراهایی که اینا داشتن، اون یه حزب دیگه اون یه حزب دیگه، ولی با هم کار میکنن. هی شما میگید اتحاد، شما که میری سر کار با رئیست اتحاد داری؟ نه، در یک وجه مشترک هستین، دوتاتون میخواین پول در بیارید، فعلا وجه مشترک پول در بردنتون این شرکت هست. میری اونجا کار میکنی، میای شما میزنی کانال خودتو نگاه میکنی، اون کانال خودشو نگاه میکنی. شما اینو بلد نیستید. حالا هی برید سمینار بذارید، هی برید گرد همایی بذارید، یه مشتی پیر و پاتالی میان چیزای مال 60 سال پیش رو میخوان امروز عملی کنن، چیزایی که حتی تو این کشورها به هم خورده سیستمش، الان ریخته به هم، دنیا عوض شده. اتحاد با ارواح خبیث. مکس میگه اتحاد با ارواح خبیث. خب بله، همین مکس میگم تا پریروز نگران این بنده خدا بود که آقا این حالا میره ایران چه به سرش میاد. حالا میگه فکر کنم مأمور جمهوری اسلامیه. شاید هم درست میگی، کسی که 8 سال پیش ایران بوده، کسی که داییش یکی از سران پاسدارا است، اونجا ازش میپرسه خب میخواد بره خونه کی، میگه من اسمش کار یاد نمیاد، میگه شماره تلفن همسرت، شماره تلفن دوست، اینا، میگه ندارم. بعد نشسته فیلم برداری میکنه، تمام این فیلم برداری، حالا یکم آزادش گذاشتن بره برای خودش جرم مرتکب بشه. اون بدبختایی که به این جا دادن، فردا اینها رو به عنوان جاسوس و فلان یکی یکی میگیرن و خودشون دارن الان پرونده خودشون رو تکمیل میکنن. شما دیدی تو فیلم های اینجا پلیس میگه که ما چیز نداشتیم، مدرک به اندازه کافی نداشتیم، به همین خاطر اینو با آزاد گذاشتیم بره، ولی زیر نظر بود. زیر نظر هست که این میره با اینا تماس میگیره، بعدم اونا میگن آقا این که اصلا کارش نکردم، بیا ما هم این کارو بکنیم. خوب که جمع شدن همه رو جمع میکنن. مثل این شما یه کرمی میبری میذاری به یه چوبی میندازی تو ما آب، ماهیا که میاد دنبالش یه دفعه تو رو میندازی همه این ماهیا رو میگیرن. حالا این کرم شده این کامران، اسمش هم به کرم نزدیکه. بعدم ماهیای بیچاره اونایی هم که هی چلو کبابش میدن. حالا اون خانمای ولگرد و نمیدونم لگوری که توی ترکیه ریخته بودن باهاش، خود این اومد گفت که اصلا برده بودنش توی جنده خونه. خب کی طرفدارای این بودن؟ آقای مکس، آقای کوروش زرابی، یه مش جنده های مثل اون خانم کی بود اسمش؟ اسمش اونم اسمش عوض کرده. آخه بابا جون زشته، نکنید. شما برید یه کتاب بخونید بگید که من این کتاب رو خوندم، گفته چگونه حزب را بندازیم. والا اینجا بودی دیگه، آلمان، آمریکا مثلا میگه PC for dummies، یعنی کامپیوتر برای احمقا، و همون کامپیوتر برای احمقا رو شما میخونی، بعد یاد میگیری با کامپیوتر کار کنی. چرا؟ اول باید بفهمی احمقی تو کامپیوتر، میری اون کتاب رو میخری یا ویدیو رو نگاه میکنی، کار میکنی، یاد میگیری. شما باید movement for dummies یا how to start، نمیدونم پارتی حزب میشه دیگه، parties for dummies، اصلا حکومت government for dummies. برید آقا بخونید دو تا کتاب بخونید، بعد بگید من بر اساس این گفته آقا بیا یکی یکی برو تو این کوچه ها صحبت کن. یه مدت که رفتی کفشت که پاره شد، دیگه نمیشینی جلو دوربین عرق بخوری و هی داد بزنی و هی فوش بدی. میفهمی که اگه یه نفر رو میخوای بیاری اسمشو بنویسی روی کاغذ چقدر مشکله. اینجوری نیست 2000 نفر اومدن تماشا، طرفم چه خوشحال میگه آقا من 2000 نفر اومدن تماشا. به اینا بگو 2 دلار برات بفرستم، 2 دلار ببینیم چی میشه. خب ژاپن رو نشون دادیم. دوستان عزیز، یک مشنگ از خارج کم شد، به تعداد مشنگای ایران اضافه شد. یک مشنگ با یک چرخ شکسته. این مجید خوشنودی خیلی قشنگ راجع به این چرخ این نوشته بود، نوشته بود یه چرخ برای نمیدونم چیز به فروش میرسد، برای اونایی که میخوان برن ایران رو آزاد کنن. میگه خودش میگه یونان که پاس گرفتم نوشتن مقیم ایران و برای خارج شدن از ایران مشکل داری.
بله اونجا فکر کنم رفت توی اونجا، اونجا باهاش خوب رفتار کردن. خداییش خودتونو بذارید جای اینا، خودتون جای اونا نذارید. شما رفتار خودتون، رفتار منو با یک کم یه نفر یک کم با من مخالفه، ببینید چجوریه. آقا مگه این آقای ترابی همشهری و هم مدرسه ای و دوست داداش ما نبوده؟ تا دیدم چیه انداختمش بیرون، بلاکش میکنم. و طرف اومده اونجا پاش انداخته اونجا بر خودش پشت میز نشسته بیسکویت میخوره، اون بدبخت هم نیم ساعت رو تلفن. آقا این یه مشنگی اومده من چه کار کنم؟ خیلی مشکله، شما با مشنگ میخوای چه کار کنی؟ من گفتم آقا برش کن بره، حالا اومده اصلا مونده. طرف بهش زنگ میزنه میگه آقا بگو که این جمهوری باید بره. میگه من بگم؟ من دیشب بازداشت بودم، از این آخوندم میترسم، خودت بگو. همه اینا رو یکی یکی برات پرونده میکنن، همه اینا رو روزی که گرفتن بردن دادگاه، اون وقت شما میبینی میگه آقا اینها فلان ساعت به این آقا گفته اینجوری، فلان ساعت به اون یکی گفته اینجوری. ولی آخر اینه که سید دلغک خاموش میشه، کامران، آقای باوند، آقای امانیه، سوربی اینجا همجور نشسته. چرا؟ میگه آقا شما رفتی، خب بعدش چی؟ خانم گیتی کاوه بعدش چی؟ اصلا برنامه فردای شما و فرداهای دیگه چیه؟ شما اینجا نگاه کن، میگه ما تو مثلا تا سال 2025 میخوایم یه ماشینی بسازیم اینجوری اونجوری، اینم فعلا بدنه ماشین رو ساختیم. شما ها ماشینتون نه بدنه داره نه چرخ داره، فقط میگید که ما افتخار میکنیم کوروش سوار این گاریا میشده، نمیدونی چجوری حمله میکردی. بعدم اول حمله میکرده دیوونه بوده، اول حمله میکرده بعد آزادشون میکرده. این احمقای هست که روزایی که بیکارن، ببخشید حالا بعضیا ممکن ماهیگیری دوست داشته باشن، میرن ماهیگیری بعد ماهی رو میگیرن زخمیش که میکنن، بعد اینجوری نازش هم میکنن میندازنش تو آب. احمق، این ماهی قبل از تو نه زخم بود نه احتیاج به ناز داشت، اصلا هم دستت که میزنی بهش بعدن یه مرضای میگیره که بهش میچسبن، چون دست تو یه چربی داره. بدبخت میره اون ورتر جلبک و اینا روش میشینن، ماهی میمیره آخر. ولی تو رفتی یه روز میخوام ریلکس باشم، از دست زنش میخواد بره. آقا مشکل زنت هم نیه، مشکل خودتی. به من این بابا با پاس ایرانی و داخلش اقامت سوئد، این یعنی مشکل نداره، اگر داشت پاس ایرانی بهش نمیدادن. آقای مکس قلمی، مکس و قلمی رو قاطی کردم، میگم قم، واقعا هم قمه. من میدونم شما نمیدونستی، من میدونم. آقای زرابی که ادعا میکنه میخواد آزادی اجتماعی سیاسی بده به ایران، اون نمیدونست. ولی من 1987 31 سال پیش همین سوالی که از این کامران دیوونه کردم، از این رضا دیوونه تنبل کردم، گفتم آقا شما میخوای چی کار کنی؟ گفت اگر شما گفتم وایسا کاری من نداشته باش، من از تو دارم میپرسم چیکار کنم. من که میدونم فرد با برم دنبال کار زندگی، ولی تو که گفتی من شاهم، کار شاهانت فردا چیه؟ خجالت کشید سرش انداخت زیر رفت. اقلا اون وقتا یکم خجالت میکشید چون جوان بود، حالا دیگه پیرتر شده دروغوتر شده فلان. آقا بذارید کنار برید دنبال کار زندگیتون. همین آقای بنی صدر باید یه برنامه بذاره به مردم بگه بیاین به من بگید اشتباهات من چی بوده، تا مردم یکی پس از دیگری براش بگن که اشتباهاتون چی بوده. خود من بهش گفتم، من یه ساعت و نیم دو ساعت با آقای بنی صدر ملاقات داشتم، خیلی هم ممنون، چایی هم بهمون داد، شیرینی هم داد، خوردیم و اینها. بهش گفتم آقا وقتی که اینا شروع کردن به شما حمله کردن، شما محبوب تمام این جوانای ایران بودید که حالا تازه اومده بودن رأی داده بودن، خیلی خوشحال ما رأی دادیم بنی صدر، بنی صدر از تو قطی اومده بیرون. به اینا بگو بیان بشینید تو خیابون، نریم خونتون. ولی بعد دیدیم که خانمش میگه که ما وقتی از اینجا رفتیم، همسرم گفت که خونه رو بفروشیم، گفتم نه حالا نفروشیم. آقای بنی صدر نتونسته حتی همسر خودش رو متقاعد کنه که ما داریم میریم دیگه ایران رو آباد میکنیم. مثل این مونه که من به همسرم میگم بابا این خونه کهنه شده، من دارم اون ور یه خونه میسازم، خانمم روش نمیاد به من بگه، ولی میگه که بابا این چیکار خونه ساختن،
میگه بذار من این خونه رو نگه دارم، شاید رفتیم اونجا این خونه مثلا سقفشو گذاشته پایین، درشو گذاشته بالا، آب رو از زیر کشیده، برق رو از هوا کشیده. حتی خانم شما شما رو باور نداشته، خونه رو نفروخته، گفته ما شاید برگردیم. همون شاید برگردیم چند درصد بوده؟ همون باطل. همه این چیزا شما میدونستید که یه جایی میتونید برگردید، وای نسادید تا پای جون از انقلابی که خودتون انجام داده بودید حمایت کنید. کارمون چیه دوستان؟ این ترامپ میگه، میگه دیوار براتون میسازم، کی پولشو میده؟ همه احمقا فریاد میزنن مکزیک. حالا شما احمق نیستید ولی من میگم کارمون خیلی، شما فریاد بزنید خراب. بله اینم از این. و اما گوگوش 24م، آقای مهدی تبریزی 25م 26م، آقای ستار 10 مارچ، و فستیوال نوروزی خانم شهره عاصمی و ایرانیان این منطقه 18 مارچ. اجازه بدید که من بهتون نشون بدم این آگهی گوگوش رو یکی پس از دیگری. از اینجا شروع میکنیم، گوگوش 24م، بله، با آقای حسن شمایزاده در سالن بسیار زیبا، کجا؟ کانستیتوشن هال. اینه، اگه میخواین بلیت بخرین با تلفن، شماره تلفنشون هست 571-242-0226، و اگر میخواین به اصطلاح از طریق وبسایت و اینها livenation یا kodum.com. مجید یک کمی تخفیف داد، میگه کارمون خرابه، کارمون خیلی خرابه عزیزم. حسن شمایزاده، گوگوش، Saturday February 24 یعنی 24 فوریه که میشه شنبهی که داره میاد، امروز 19 پنج روز دیگه. و من امروز نگاه کردم دیدم خیلی از بلیت ها فروش رفته، و اگه میخواین بلیت بگیرین جایی که دوست دارید بشینید و اینا، هر چی زودتر بلیت بخرید برای خودتونم بهتره، اونا هم که دیگه میدونن این ظرفیت هست و به اصطلاح از این بیشتر نمیشه، مثل ایران عروسی ها نیست که بیان رو پشت بمونید. و اما 25م 26م رو هم بهتون نشون بدم. این 26م آقای مهدی تبریزی برنامه‌ای داره که با وجودی که اسمش 26م هست، ولی شما و ما میتونیم 25م که روز یک شنبه هست بریم، بعد اونجا شام میخوریم و رقص و شادی و دیدن دوستان تا چه ساعتی؟ تا ساعت 2 صبح. وقتی شد 2 صبح میشه کی؟ میشه 26م. فقط هم 26 دلاره. شماره تلفن تماس اگه خواستید سوالی چیزی هست 202-680-04-56. ایمیلشون هم هست TU Teacher University TU26GG@gmail.com، و وبسایتشون هم هست 26university.com. حالا ببرمتون سراغ ستار، ویدیوی ستار هم ببینیم. امروز میخوایم یک کمی هم والنتاین موتورز رو به اصطلاح نشون شما بدیم، بهتون بگیم اگه خواستین ماشین بخرین چجوری میتونید اونجا نگاه کنید اینها. اینم باز همین 26مه. و حالا بیایم ستار با هنگامه رو به شما نشون بدیم. آقای ستار مارچ 10، میدونید که ستار اسم بابای آقای ستار هست، خودش حسنه، نه؟ همیشه که فامیلیشون باشه، شاید هم باشه. بله بذارید من اینو میتونم این دفعه ازش بپرسم، چون 24 مارچ منم میرم اونجا، اینو بهتون نشون بدم. یک لحظه بذارید اندازه‌شم درست کنم. ببینید اینجا این برنامه که ما داریم اینجوریه، خودمون تنظیم میکنیم، پخش میکنیم، شما گوش میدیم. بفرمایید. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ، مجللترین شبنشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت بستی ام با زرد تنم هنگامه کجا بودی که حالا احمد سا
در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا ستار هنگام احمد سعیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرایی کامل تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. بسیار عالی. ستار هنگامه و اون آقای سعید احمدی. بله. 10 مارچ. وقت زیاد داریم. ما ایرانی‌ها دیدین که همش می‌ذاریم روز آخر. این از این و ببینیم که براتون توی این پرونده قطور. آها، دیروز با بهروز پاکشیر صحبت میکردم، حتما یادتون هست، آقای پرچونه. و یه چیز دیگه متوجه شدم، من از 20 سال پیش این آقا رو میشناسم و اصلا این کلمه پرچونه رو واقعا خوب برای خودش انتخاب کرده. و جالبه که میگه به اصطلاح خیلی ممنون که آمدید اینجا و به چرندیات من گوش میدید. گفتم که جالبه، من تنها کسی هستم که میگم بیان اینجا مزخرفات منو گوش کنی، این تنها کسی که میگه بیان چرندیات منو گوش کنی. تمام مجریا و برنامه گذارای تلویزیون دیگه ادعا میکنن که از شما بیشتر میفهمن، از پشکل تا بمب اتم رو براتون تشریح میکنن و همیشه هم تو سرتون میزنن. در هر صورت دوستان، اینا از شما کمتر میفهمن، نمونش خود من، از شما آگاهیشون کمتره، چون بیشتر وقتشون میذارن دوست دارن جلو تلویزیون باشن. ما دوست داریم جلو تلویزیون باشن. اینایی که میگن ما چی کار کنیم از سر مجبوری، آقا کی مجبورت کرده؟ تا حالا کدوم یک از این رادیو تلویزیون ها رو دیدی طرف آورده باشن با زنجیر بسته باشن، یا مثلا کراواتش به جای گردنش دور دستش بسته باشن، به صندلی گذاشته باشن مثل اعتراف که میخوان بگیرن آقا بشین شما برنامه بساز؟ هیچ اجباری نیست، هر وقت نخواستی بلندش برو. دروغ میگن. اینایی رو که دروغ میگن حذف کنید، یکی یکی از زندگیتون بندازید بره بیرون. آقای زرابی، شما نباید بیای بگی امروز اینجوری، بعد فردا بگی آفرین که رفت تو ایران. خب رفت تو ایران، حالا چه غلطی میخواد بکن؟ ایرانی که دیدی اصلا کسی نمیشناخت اینو، اصلا طرف نمیدونست این کیه. حالا هم که اسمشو میگی اون بدبخت اینقدر وارد نیست که بزنه ببینه این چی گفته. تازه شاید هم میشناختنش، گذاشتنش سر کار، به قول شیرازی ها علش کردن، مسخرش میکنن. برو یه دکون بزرگتر باز کن. بله، اینم از این. بله، میگه آقا اصلا آدم حسابش نکردن و اینها. بله، اینم میدونم. و خب آقای زرابی میگه نه، میگه من گفتم اگه این رفت ایران اسممو میذارم کوروش. خب یعنی چی؟ یعنی اگه اون رفت ایران شما اعتبار میگیری اسمت از رضا میشه کوروش؟ یه مدت هم این رضا پهلوی رو اینجا هم میگفتن رضا کوروش سایروس پهلوی. اصلا گو آقا من اسمم رضا، فامیلیم پهلویه. بله، میگه که حرف درست و اینا رو گفتیم، اونم گفتیم، اونم گفتیم. از این من چرا این چیزا نوشته ها میره بالا دوباره برمیگرده پایین؟ دوستان، کسایی که روی فیسبوک برنامه دارید و اینها، احیانا آقای زرابی میبینم خیلی برنامه لایو داره و چون جوان‌تره احتمالاً با فیسبوک بیشتر وارد. چجوری میشه دعوت کنی همه دوستانت بیان؟ مثلا منی که 5000 تا روی اون حساب شخصیم، 9000 تا روی حساب به اصطلاح بیزینسه، این 14000 نفر رو به در سخته چیز نمیذاره. میگه شما روزی 2 دلار بده تا ما روزی 3 نفر رو دعوت کنیم. یعنی نفری 70 سنت بدم که شما بیاین. حالا شما میان چه سودی داره؟ دوستان حمایت فراموش نشه، چون یه وقت میبینی طرف میگه آقا من 6 دلار خرج میکنم که این بیاد تو پاساژ بچرخه یه چیزی بخره. پاساژ ما هر کی میاد میچرخه میخواد بره نمیدونم یه چیزی هم کش بره بره بیرون، و اینجوری نمیشه دیگه. بعد ببینیم که گوگوشو گفتیم، تبریزی 25 و 26 گفتیم، ستار 10 مارچ گفتیم، 18 هم یه فستیوالیه که وقت داریم، احتمالا یه مصاحبه با
خانم شوره آسمی میذارم و ایشون 7 ساله که داره این کار انجام میده. من باز به شما این نشون بدم، اجازه بدید. روی فیسبوکم اسم خانم شوره آسمی رو که تایپ کنید، بعد که میرید اونجا این آگهی چیز هست و شنیدم اگر کسی قرفه میخواد بگیره میتونه، تازه نصف قرفه هم میتونید داشته باشید. با دوستتون اگر روزنامه‌ای دارید، مجله‌ای دارید، نمیدونم بیزینسی دارید، به جای اینکه چیز کنید شما میشینید اونجا، مردم میان، فکر کنم چندین هزار نفر میان، نمیدونم فکر کنم 10,000 نفری میشن. اینم باید بپرسیم ببینیم آماری هست از این برنامه ها که چند نفر میان. چون الان میگم 7 ساله و من 3 تاشو شرکت کردم، خیلی شلوغ و خیلی منظم و اینها بوده. شماره تلفن خانم آسمی هم اینجا هست برای کسی که اطلاعات بیشتری بخواد، 202-369-15-15. پس شد شماره تلفن 202-369-15-15. فستیوال نوروزی منطقه واشنگتن بزرگ شهره آسمی برگزار میکند، یک شنبه 18 مارچ 2018 در مرکز کجا؟ تایسنز کورنر. بذارید من اینو اینجوری بهتون نشون بدم که بزرگتر باشه. بله اون یکی، این هم پایینش آدرس و اینا. حسن اینا اینه که بعدا شما میتونید اینا رو به اصطلاح پاز بذارید، برگردید نگاه کنید جایش اینفورمیشنی میخوان چیزی، اینا قشنگ هست. بله تاریخ، آدرس، همه چی هست. بله این مجید میگه آقا اینا رو ول کن، اگه شما اشکالی داری باید از این علی ترابی نادان سوال کنی، اون فکر میکنه خیلی وارده. بعد میگه که کامنت طرف رو پین میکرد به خیالش اینو ویدیو طرف داده، بعدم میگفت چرا بس نمیشه. مالا من نمیدونم، این پین کردن هم یه ماجرای پین. قبلا این بود که شما اگر چند تا پست میذاشتید و میخواستید یکیش بالا باشه اونای دیگه به ترتیب، اونو پین میکردید تو تاپ. حالا دیگه کامنت هم پین میکنن، من نمیدونم کامنت رو دیگه برای چی پین میکنن و به کجا پین میکنی. پین یعنی یه سوزن میزنی بهش، این پینه دیگه، این یه سوزن میزنی بهش، میزنی به دیوار یا یه سوزن. ببرمتون والنتاین موتور ببینید، اگر ماشینی چیزی میخواین بخرید از این دوستان میتونید. بله وبسایت خوبی هم دارن، خیلی اتفاقا میخوام یه روز ازشون بپرسم که این وبسایت ها رو به اصطلاح یه جای مخصوصی براشون این کارا رو انجام میده یا خود اینها یه وبمستری دارن و اون این کارو انجام میده. خیلی جالب و راحته. بذارید بهتون بگم، شما میای اینجا، این که نوشته هوم یعنی صفحه اصلی، بعد این بغل نوشته اینونتوری. اینونتوری خب شما نگاه میکنید ماشینای مختلفی که دارن، بعد میگه که اسکیجول تست درایو. شما حتی میتونید از قبل بگین که من میخوام فلان موقع بیام یه ماشینی رو امتحان کنم، امتحان کن تست درایو. فینانس ازتون میپرسه که به اصطلاح بگید اوضاع کریدیتتون اینها چجوریه، نمیخواد وقت شما رو بگیره، نه وقت خودشون رو هدر بده، ببینه اصلا شما میتونید ماشین بخرید یا نه. و به نظر من کاراشون خیلی راحته، یعنی اینا رو هم توضیح میده که کی هستن، چی هستن، وارانتیشون چجوریه، کانتاکت از تماس تلفنیشون اینها. و ماشینا هم بهتون گفتم، مثلا شما ببینید ویو آل این اینونتوری، تمام ماشینایی که دارن اینجا نوشته به چند ترتیب، یکی به ترتیب عکس و اینا گذاشتن، یکی به ترتیب مدلاش گذاشتن و ماشین هم از هر قیمتی که شما بگین اینا دارن. و بله خیلی ردیف و مرتبه. در صورت valentinesmotors.com اگه یه وقتم یادتون رفت، همین والنتاین یادتونه، روز والنتاین چند روز پیش بود، اگر روز والنتاین یادتون رفته یه اشکالی با مموریتون دارید. اون وقت دوستان هفته پیش بود یه جایی دیدم شنیدم که میگفت اگر روزی یه مشروب، نه یه بوت مشروب، روزی یه مشروب، چون به یه نفر گفتن روزی یه گیلاس شراب بخور، روزی یه لیوان شراب بخور، رو یه لیوان انقدی بردار،
میگه که کمک میکنه که آلزایمرتون به اصطلاح فراموشی بهتون دیرتر دست بده. من به همسرم گفتم فکر کنم برای اینی که طرف از صبح همینجوری هی به خودش یادآوری میکنه که کی میشه 5 بعد از ظهر یا 6 از سر کار برم مثلا یه مشروب رو بخورم. در صورت میگمتون این چیزایی که من میگم نقل قوله، شما وظیفتون هست که تحقیق کنید ببینید بهتر مشروب بخورید یا نخورید. اگه زیاد میخورید برش گردونید تقلیلش بدین به یکی، اگه کم میخورید زیادش کنید. نمیدونم پیام های دوست و همشهری عزیز درباره ویدیوی فرانکلین. ما یه دوستی داریم، ایشون حالا دیگه کم کم داره کارش را میفته که برگرده به کالیفرنیای زیبا و به اصطلاح شاید برنامه های تلویزیونی هم شروع کنه. یه ویدیویی یه بار ایشون ساخت و برای من فرستاد، حالا برای من توی پیامشون درباره اون ویدیو صحبت کردن و میخوان که اتفاقا من یک کمم کار ادیت و اینا انجام بدم. حالا تو برنامه بهتون میگم این دوست ما آقای مجید که توی کالیفرنیا هم هست تو کار ادیتینگ و ویدیو اینها خوبه، شما شیرازی، مجیدم شیرازی، اونجا چیز کنی یا برای من لینکشو بفرستید. بعد دوستان وقتی یه نفر لینکی میفرسته به من بگی که میخواد از دقیقه چقدر، از زمان چقدر، روی ویدیو از صفر شروع میشه، مثلا شما میگید از دقیقه 51 ثانیه، از زمانه این دقیقه اشتباه، از زمان 51 ثانیه من میخوام باشه تا مثلا 3 دقیقه و فلان، ما اونو نگه میداریم. ولی به من بگید شما هر جاشو دوست داشتی نگه دار باقیشو فلان، اینجوری نمیشه. اینجوری میشه طبق سلیقه من مثل این میمونه که شما بری رستوران این منیو رو بدن دسته، بعد به طرف بگی خب شما چی دوست داری؟ اون مثلا ممکنه اصلا ویجیتریان باشه یا اون خوناشام باشه. مثلا طرف اگه خوناشام باشه شبیه آدم رو میکشن به رستوران بعد به تو بگی من دوست دارم خون تازه بنوشم، چه لو کباب نمیدونم منیو اینجا، شما ببین چی دوست داری خودت اوردر بده، شما به من بگو من برات بزنم. اینجا بود فکر کنم گفتین که این پیام برای خودمه، ولی بذار برای که مموریم ریفرش بشه، هنوز آبجو به امروز نخوردم. لطفاً پخش نشود. چش ببینید دوستان لطفاً پخش نشود. فکر کردم که اینجوری باید باشه و شما گفتید که پخش نشود. خب این ببینیم که الو سلام آقای پارسای عزیز، فرخ هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه در این روز پرزیدنت دی که اونایی که طرف دارین یارو ترامپ هستن جشن بگیرن. زنگ زدم بگم که تصویر شما هم تو فیسبوک هم تو وبسایت شما خوب و بد میشه، یک اشکالی داره، اینو بگم بهتون. در ضمن بگم که خب خیلی ممنون، نمیخوام حرفی بزنم بر علیه این آگاهی‌های دارین، ولی خب امیدوارم که اونهایی که اسمشون ایرانیه برن و خوش بگذرونن و اصلا فکر ایران نباشن و کاش که اینایی که کن. خب دیگه گفتی. نه عزیز من ببین هر چیز به جای خود نیکوست. شما از اونایی که دارن می جنگن دیگه بیشتر که تو جنگ نیستی، چه کار میکنن؟ براشون هنرمند رو میبرن اونجا شو کمدی اجرا میکنه، خواننده رو میبرن اونجا براشون آهنگ میخونه، بهشون انرژی میده، بهشون نیرو میده. همین خانم گوگوش که M24 رو میخواد بیاد اینجا، توی جنگ زفار میبردنش زفار برای سربازایی که شاه فرستاده و زفار آهنگ بخونه. اینایی که خب شما که مخصوصا خودت هنرمندی، از شما این خیلی بعید بود که همچین چیزی بگی. ضمناً اونی که تصویر ما بد و خوب میشه مربوط به اینترنت شماست. حالا دلیلش براتون میگم. شما احتمالاً با تلفن دستی داری نگاه میکنی، اینترنتت وایرلسه، چون تلفن‌های دستی دیگه اینترنت سیمی نداره. بعد تو خونتون الان چشمتون ببند ببین چند تا وسایل، بچت، خانومت،
نمیدونم تلویزیونت همینجوری به کامپیوتر وصله، به اینترنت وصله، اینجوریه. ولی شما اگه میخوایی یه چیزی رو درست نگاه کنی باید بندوید، یادتونه میگفتن پهنای بند، پهنای بند مثل این لوله آبی هست. شما وقتی یه هتل داری همین لوله آبی که به ما وصل میکنن که به شما وصل نمیکنن، که 50 نفر میخوان با هم دیگه دوش بگیرن، اینجا ما یه لوله یه اینچ میاد از کنتور آب، یه لوله یه اینچ میاد. اگه من گفتم فشار کمه، طرف میاد فشار رو امتحان میکنه، میگه آقا فشار خوبه، شما مصرفت زیاده، باید این بند وید لوله اینو بزرگتر کنی، گرونتر میشه. و گاهی وقتی به تلفن، به اینترنتاتون زنگ بزنید، بگید آقا من اینترنت رو گرفتم برای ویدیو تماشا کنم. اون موقع که شما اینترنت رو گرفتی، قولت میدم تلفن‌ها به اینترنت وصل نبود، اینجوری ویدیو با تلفن و با کامپیوتر نگاه نمی‌کردی، بهشون بگو من می‌خوام ویدیو نگاه کنم. بعد ما الان داریم روی 750K پخش می‌کنیم اگه اشتباه نکنم، این با اون 124 گذشته زمان نمی‌دونم عهد ناصرالدین شاه فرق می‌کنه. تلفن شما یا دستگاه شما هم باید روی 750 روی 1000 بتونه بگیره. میدونی همه اینا جدوله، همه اینا فرموله. مشکل اول اونه. مشکل این که شما به طعنه میگی اونایی که اسمشون این هست برن، شما از خودت شروع کن، لازمم نیست تحریم کنی. شما میتونی همون شب که کنسرت هست، ولی بعض وقتا هم غیر قانونیه، تو اون محل بیای آگهی پخش کنی برای هدفت. وقتی اینا دارن میرن خونه، چون وقتی دارن میرن داخل سالن هر چی بهشون بدی میندازن تو سطل آشغال، وقتی دارن میرن خونه شما براشون کاغذ بذار بده دستشون، باهاشون خوشو بش کن، تبلیغ حزب، تبلیغ جنبش، تبلیغ تظاهرات، تبلیغ فراخوان. شما هم بلد نیستی، شما شدی مثل این آقای ممقانی بودا، میگو این هنرمندایی که من میرم بلیتشون میخرم 30 دلار، میگم آقا تو میتونی نری، ولی نمیتونی به هنرمنده بگی آقای ابی بلند شو بیا برای من فلان کار انجام بده، تظاهرات شرکت کن. اصلا اون ممکنه باورش با باور شما فرق کنه. بعد این خواننده روی بند نازکی را میرن، اگر گفت که به اصطلاح این، اون یه سری دیگه طرفدار پادشاهی ها نمیان، اگه گفت اون، اینا نمیان. اینا میخوان همه بیان، به خاطر همین میگن آقا ما کاری به سیاست نداریم، و خیلی هاشون هم نگفتن. حالا همین خانم گوگوش که شما میگی آمد نیویورک و با اون آقای گنجی و اینا نمیدونم پرچمم دورشون و پرچمم دستشون و 1000 نفر ایراد گرفتن که آقا مگه ما سیاسی کم داریم که حالا دیگه شما سیاسی شدی؟ اشکال خیلی زیاده. ما باید از خودمون شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم. آقا من میخوام این کنسرت رو مثلا برم، این کنسرت رو که میرم 100 دلار بلیت میخرم، 100 دلارم کمک میکنم به فلانی، یا این کنسرت رو نمیرم 100 دلارش رو میرم تیکت چاپ میکنم میذارم رو ماشین مردم، بعدم ماشین مردم فردا هی بهت فوش ندن، زنگ نزنن آقا بارون اومد ما برفاکن رو روشن کردیم. کاغذ دوستان میدونید که شیشه رو خط میندازه، بعضیا رو ماشین برفاکن ماشینشون یه کاغذی مقوایی میذارن ورش نمیدارن، بعد برف که بارون که میاد شروع میکنن اینجوری قشنگ خط میندازه. نمیدونم قانونا میشه بری دنبال اونایی که اینو گذاشتن رو برفاکن، فکر نمیکنم، فکر کنم هر کسی باشه میگه بله. مال من هم همینطور برفکی میشه، اینترنتم وحشتناک عالیه. آقای مکس قلمی از این اینترنت وحشتناکت یه عکس بگیر برای کاکسوربی بفرست بیاد. من الان اینجا میزنم speedtest.net، اینترنتت وحشتناک، بهت میگن 100 مگابیت پر سکند. وقتی خونه هستن مردم، شما اگه اروپا باشی الان بعد از ظهر عصر مردم اومدن خونه، اروپا هم که قربونش برم از 5 دیگه تاریک میشه، بچه ها نشستن دارن بازی میکنن، بعد شما که نشستی وقت تو اینجا تلف میکنی، اونای دیگه هم با تلویزیون، تلویزیون هم این روزا دیگه آنتن پشت بون نیست یا کیبل نیست، باز چیه؟ اینترنت. اینترنت وحشتناک شما خیلی هم وحشتناک نیست،
اگه سرعتش بالاست که باید خوشحال باشی. من الان دارم میزنم، این سرعت خودمون رو اینجا چک کنیم ببینیم چقدره. ببین به ماهی که گفتن 1000 مگابیت پر سکند، یعنی 1 گیگابیت الان داره میره. میگه یادتون اون روز 3 میلی سکند، 3 میلی سکند، یعنی 3000 ثانیه طول میکشه تا ما این چیزا رو بفرستیم بیرون، الان شده 6. چرا؟ 2 بعد از ظهر. امروز مردم تعطیلن، خونه هستن، بچه ها مدرسه نیستن، دارن گیم بازی میکنن. اینه. بعد شما اینو آزمایش کن ببین نوشته هات با این نوشته چقدر فرق میکنه. من الان نشون میدم. اینا مهمه، این 3 تا عددی که اینجا هست. حالا بابک کارهای کامپیوتر اینا هست، میگه حالا دیگه این سوربی هم برای ما شده سرعت کامپیوتر. ببین پینگ، پینگ پونگ، میدونی پینگ پونگ بعضی همین هم بهش میگم پینگ پونگ، پینگ پونگ. ما از اینجا هی پینگ میفرسیم، شما از اونجا به ما چیزی نمیفرسی، شما فقط میگیری. 6 میلی سکند، 6000 ثانیه. سرعت دانلود 290. ما اصلا به دانلود کاری نداریم. ببین اپلود ما مهمه برای شما، 508. حالا شما بزن ببین چنده، برای منم بنویس. مجید تو بزن speedtest.net امتحان کن، شما یکی سرعت تو بگو. اگرم با تلفن هست اپ داره، speedtest.net اپ هم داره، میتونی روی اینم بزنی. بله اینم از خب آقای رضا زرابی، سکینه زرابی، کوروش زرابی، نظر شما در این باره چیه؟ آقای میبودی که گفت احمد نژاد اگه برنده بشه من میرم کنار، نظرتون در این شرط بندی های بیهوده چیه؟ ممنونم از آقای فرخ. و ببینیم که به اصطلاح در پرونده لایو چی داریم. حادثه سقوط هواپیمای تهران، و میگه که جمعی از فعالان محیط زیست در حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج. من یه چیزی یادمه، سالها پیش یه هواپیمایی از تهران بلند شد رفت خورد به این ساختمونای نزدیک مهرآباد اگه اشتباه نکنم، یه ساختمون 10 طبقه چیزی. و اینو همیشه هم به صورت مسخره، به صورت انتقاد، به صورت طنز گفتم. هنوز اونایی که اونجا بودن میگفتن ما نمیدونیم چی شده، ولی یه خانمی از اینجا زنگ میزد به یه تلویزیونی میگه که مادر جون من میدونم اینا پاسدارا نشستن توش، این دولت میخواد پاسدارا رو از بین ببره. خب ببین اون اینو میگه. این یکی نوشته در 10 روز گذشته حوزه محیط زیست کشور حاشیه های زیادی به خود دیده است، از دستگیری 8 نفر از فعالان محیط زیست گرفته تا خودکشی یکی از چهرهای شاخص آنها یعنی کاووس سید امامی در زندان. حالا هم بررسی ها نشان می دهد که چندین نفر از سرنشینان هواپیمای سانه دیده پرواز تهران یاسوج جز به فعالان محیط زیست کشور بودند. یعنی چی؟ یعنی دارن این شروع دسیسه رو آماده میکنن که این یه دسیسه بوده، از اون ور اونا رو گرفتن به عنوان جاسوسی، از این ور سر اینا رو به اصطلاح زیر آب کردن. حالا ببینیم بعدش چه خواهد شد، من نمیدونم. من در آمریکا نشستم توی اتاقی و نمیدونم کجا به کجاست. ولی همون هواپیما چون ملخ هم داره، اینجا من به شما نشون میدم، نمیدونم این عکس خلبان این هواپیمایی که افتاده یا حالا یه خلبان دیگه ای هست که برای باورش وایساده داره نماز میخونه. والا تو همین آمریکا، تو همین جاده های آمریکا یه دفعه شما نگاه میکنی میبینی یه نفر وایساده کنار جاده داره نماز میخونه. به نظر من کار خیلی غلطی هم هست، ولی این باورشه دیگه، نمیشه کارش کرد. این آقا ببینید جلو ملخ و نمیدونم نزدیک اینجا کفشم در آورده، جانمازشم اینجاست، معلوم شیعه هست چون هم دستشو گذاشته اینجا هم مهر نماز. دوستان سنی دستشون رو به سینه میذارن به نشونه عبد و عبید بودن و کوچک بودن در مقا. و این بند خدا میست که به اصطلاح سرخلبانم هست، 1 و 2 و 3 و 4 تا 5 نمیدونم این درجه ها دیگه قاطی شده. در اصل ایشون نمازشو خونده، حالا اگه اون خلبانه
و اون عکسی که نمازش هم خونده و اینا رو هم نمیشه مسخره کنی. همینجا تلویزیون شما نگاه کن، یه چرچی اینجا چند سال پیش طوفان اومده بود، این صلیب چرچه خب چون چیزی نیست که باد بزنه بندازتش، اگه درخت میوه بود بدبخت با میوه‌هاش رفته بود، یه چوبیه دیگه، این وایساده بود، شما باید میمدین نگاه میکردی، اینا میگفتن این معجزه شده که توی این نیوپورت کلیساهای همه چی شکسته ولی این صلیبه مونده. گفتم خب این میگه که یه عیسی دیگه پیدا کنید بزنین ما به دارش بزنیم. یا امروز یکی خوندم از این دوستان مسیحی نوشته بود که عیسی فرمود من را نکشتن، من به میل خود رفتم. گفتم یعنی ایشون خودکشی کرده؟ خودکشی که تو تمام ادیان گناه بزرگیه، گناه کبیره است. اگر کارمون چیه؟ خیلی خرابه. خب بریم ببینیم بعد از نماز یا نماز بنی صدر کل رو بهتون نشون دادم، بیایم اینجا ببینیم واکنش کاربران اینترنت نسبت به حادثه سقوط هواپیما. میگه که یه روز میبینم که زلزله میاد، آها ببخشید، رو زمینم که زلزله میاد، تو دریا که آتیش میگیرم، تو هوا هم باشیم سقوط میکنیم. خب این ماجرای ایرانه دیگه. الان از این پس به جای استعمال واژه نامعنوس صبح بخیر از ایران تسلیت استفاده کنیم. ماشینامون که غیر استاندارده، کشتیامون که چراغ خاموش میرن تصادف میکنن غرق میشن، قطارامون که شاخ به شاخ میزنن، هواپیماهامون که با چرخش در میره یا میخورن تو کوه، اتوبوسامون هم که چپ میکنن. دقیقاً برای مسافرت دلمونو به چی خوش کنیم؟ شدت آتش به حدی است که امکان امداد رسانی نیست. دوستان همینجا همینجا که تصادفای هواپیما و قطار و اینا، چون خب مسافرم خیلی زیاده داریم، چند مدت پیش یه درگیری پیش اومده بود، یونایتد ایرلاین یه آقای دکتری رو با زور از صندلیش کشید بیرون که این صندلی رو بده به یه نفر دیگه، که چرا مثلا یه آقای دکتر صندلی رو خریده $500 ولی اون الان $4000 میده چون میخواد بره اونجا. این بیچاره میگه آقا منم دکترم، فردا با گرفتن کشیدنش چی میگن بیرون، البته پول خوبی ساخت. بعد تو تلویزیون اینو میگفت، میگفت که مردم حافظه‌شون خیلی زود به اصطلاح پاک میشه، یادشون میره. میگفت همین اگر مردم یک ماه بلیت نخرن از یونایتد ورشکست میکنه میره، ولی یونایتد چون اینو میدونه از امشب شما وقتی میری میزنی رو کامپیوتر که من آقا از اینجا میخوام برم کالیفرنیا دیدن پتیک، دیدن سعید، دیدن مجید، دیدن بابک، شما که همه تون اون وریم ما باشیم جمع کنیم بیان، اوکی میزنه میگه مثلا چی داریم اینجا الان نمیدونم فلان هواپیما $600، یونایتد به شما میده $595. میگه مسافرها برای $5 کمتر میرن اونجا. من نمیدونم تو ایران این شرکت ها سخت شخصی الان آسمان و فلان نه، ولی میگن به اصطلاح یه سرمایه بزرگیش مال آمریکاییان و میگه همین آمریکا پارت و اینا بهشون نمیفروشه. حالا من نمیدونم دقیقا، ولی آیا تو ایران هم اینجوری که مثلا شما وقتی میخوای مسافرت بری هواپیمای ملی مثلا بیلتو بهت میده 6000 تومان، اینا بهت میدن 5500 تومان، با اینا میری؟ یا میگه چون میخوای بری یاسوج اینه، چون میخوای بری کرمان فقط مثلا خط ماهان هست؟ من نمیدونم، من 32 سال هست از چیزای ایران خبر ندارم، الان دیگه شد 33 سال، مثل آقای کامرانم 8 سال پیش ایران نبودم، داییمم نمیدونم سرهنگ یا سردار پاسدارا نیست، مرد که احمق رفته اونجا خودش به بله هواپیما. فردی گفت سعیدم، من ببینم چی نوشته این دوستم، این کجا اومد؟ فرد مردی گفت سعیدم، خوابک نمیدونم وقتی یه چیزی می‌نویسین اینجا پاپ اپ میکنه می‌نویسه ولی نمیدونم، نوشته که شهرام حمزه‌ای waving at you. حالا دیگه ما برگشتیم به اون اوائلی که آدم ها نمیتونستن بنویسن، مثلا میخواست بنویسه خرچنگ میگن عکسی خری میکشید با یه چنگی میگون شد خرچنگ، حالا هم اونجوری شدیم. دیدین مثلا میگه میای، میگه یعنی میام،
میگه نمیدونم فلان، میگه اینجوری، همش شده علم الاشاره، یعنی انگار که زبان نداریم، انگار که شعور نوشتن هم نداریم. در صورت این دوستمون برای ما ویو کرده، ویو هم یعنی دست کن دادن. خب دوستان عزیز، بارها به شما گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و همینجوری که گفتم اگر سوروی میتونه شما هم میتونید. حالا ببینیم این کسی که میشینه این چیزها رو مینویسه میاد یه برنامه بذاره که مردم برن یه فراخانی تو خیابون جلو هواپیمایی جمع بشن که آقا شما نگاه کنید نسبت به آمار دنیا، ببینید که مثلا اگر 1,000,000 در یه روز مسافرت میکنن چند تا تصادف داره، شما اگه 100,000 تا دارید باید 1/10 اون باشه. و چرا اینجور؟ درست میگن 100,000 تا و 1,000 تا دارید 1,000 تا و الی، یعنی نسبی. همینجوری که ما میگیم آمریکا 30,000 نفر در سال کشته میشه به خاطر اسلحه و ژاپن 1/100 هم نیست، اینا همش آمار و ارقامه. شما برنامه بذار برو اونجا و ببین اینایی که میان برای 5 تومن ارزونتر میرن هواپیمای ماهان و هواپیمای آسمان و یونایتد سوارشن، یا میگن نه میریم با اون هواپیمایی که سرویس بهتری داره و مینتننس بهتر، یعنی وسائلش رو سر موقع عوض میکنه. علی کریمی حکومت را به چالش کشید. ببین آقای فرخ، تو ایران مردم همه زندگی رو تعطیل نکردن، فوتبالشون سر جاشه، خواننده سر جاشه. راستیه چی براتون میگم؟ یادتونه یه آقای اومد اینجا، آقای مستان بود چی بود تو، من باش عکس هم دارم توی این جورج میسون یونیورسیتی، بعدم رفت کالیفرنیا. کالیفرنیا که میره فوری هندونه میذارن زیر بغله. آمد شعر موسی و شبان خوند، آمد اون شعر رو خوند که من نمیدونم فلانی تو فلانی. حالا رفته ایران یه آهنگی میخونه بر ضد ترامپ. این آهنگ رو شما میتونید به عنوان نامه غلط کردم یا گوه خوردم نامه ایشون قبول کنید. آوای مثلا پرواز همای جدیدترین ویدیوش پیدا کن مجید بفرست تا من الان پخش کنم. اصلا ببین در رابطه با جنگ و انتخابات آمریکا و ترامپ و اینهاست. آقا خب این که نشد که تو میای اینجا به اونا فوش میدی که جمعیت پر بشه، میری اونجا به اینا. حالا فرخ میگه دیدی بهت گفتم سر به اینا نباید برن کنسرت. نه عزیز من نمیتونم به مردم بگم. ما اگر یه نفر آگهی ختم پدرش رو زد گفت فلان روز برنامه ختمه، من نمیتونم بگم که آدم بدی بود نرید اونجا. شما که میشناسیش میری اونجا، اونی که نمیشناسه میره اونجا، دیگران میشناسن. لحسن ما اینجا فقط منتقل میکنیم. علی کریمی حکومت را به چالش کشید. مینویسد علی میگم فوتبال سرشناس ایران یک تنه با انتقادهای خود از اوضاع اجتماعی ایران به چالش کشید و نمیدونم انتقاد کرد و اولین نفره؟ نه. حالا ببینید چی میشه یا این چه کار میکنه. بله کاکا، در رابطه با سقوط هواپیما فردی گفت سعید امامی که در زندان مرد و در سید امامیه، این سعید امامی نیست، اون سعید امامی که شما اینجوری مینویسی اون کسی بود که خودش توی قتل‌های زنجیره‌ای بود و فیلمش هم هست که خود اینا که باهاش دوست بودن چجوری زنش رو اذیت میکنن تو زندان اینا. بعد اون بود که گفتن که با خوردن داروی نظافت همون واجبی خودکشی کرده. این سید امامی برادرش میگه ما رفتیم فیلم رو دیدیم، چون تو فیلم بوده، بعدم به اصطلاح دیدیم جنازه‌شو و با تناب خودکشی کرده. دوستانی که میگن خودکشوندنش اینها، اونا میگن با شیشه در، با شیشه پنجره خودشو کات کرده. همین دیوونه ای که اینجا شلیک کرده و 17 نفر کشته میگن تو برنامه زنده، مثل اینکه من الان اینجا نشستم به شما بگم خب دوستان من از دست دنیا خیلی ناراحتم، این چاقو رو باز کنم بعد دست خودم کات کنم خون بیاد. خب این معلومه کسی که خودشو آزار میده میتونه به سادگی دیگران رو هم آزار بده. و فیلمش امروز صبح نشون میدادن 17 نفر رو کشته، چندین نفر مجروح کرده،
یه دنیا رو به ماتم کشیده، بعد قشنگ راه افتاده، خیلی عادی میره ساندویچ بخره، اونجا یه پلیسی خدا پدرش بیامرزه که این شناختت شینا. بعد اون خانواده هم که از این نگهداری میکردن میگه آقا ما نمیدونستیم چه موجود به اصطلاح چی بگادم به این واقعا، چه جانوری رو داریم تو خونمون به اصطلاح ازش نگهداری میکنیم و ما اسلحه میدونستیم داشته، ولی این اسلحه قرار بوده توی صندوق سیف باشه، گاف صندوق میگن اینجا بهش، این صندوق های فلان، و کلیدشو مرده داشته. نگو که این آقا رفته یک کلید از روی اون کلید ساخته بوده. اینم از این. ممنون و متشکرم از پتیک اینو نوشته. بله، میگه که در سازمان محیط زیست کار میکرد، اطلاعات مهمی دست پیدا کرده بود. آن چند نفر کارکنان ارتش محیط زیست هم به قراری میدانستند. نتیجه جمهوری اسلامی در سقوط دست داشته است. نظر شما شنیدیم و دوستان دیگه هم هستن. من نمیدونم، باز همینی که گفتم، من این بره اقیانوس نشستم توی اتاق، همین خبرهایی که می‌نویسم میبینم. یه فیلمی رو تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داده در رابطه با جاسوس بودن این آقا، خانواده اینا گفتن آخه بی انصافا، حالا که ما داریم اینو دفن میکنیم و مراسم ختم و اینا، حالا نشون میدی؟ گفتم خب آخوند دیگه، گفته چه موقع بهتر از این، این خانواده گیره اونا هستن، ما اینجوری شوشوی مغزی. یه فیلمی هست اونا اگه تون از کاسین پیدا کنید، نشون میده، ثابت میکنه که اینها نشست هایی داشتن و این روزا دوستان همین تو آمریکا هم من و شما اگه بشینیم یه جایی میتونن عکس بگیرن و ثابت کنن من و شما داشتیم برنامه میریختیم، که بهتون گفتم یه دفعه تو تلویزیون نشون میداد مردم خندش گرفته، گو یه بچه‌ای رفته توی نیبرهود، یعنی توی همسایگیشون، از یه گاراژی آبجو دزدیده کش رفته. این رسمه، بچه‌ها آبجوهاتون تو چه در باز می‌ذارن میان میبرن اینها. بعد به دوستاش نوشته که وایسین، من دارم با آبجو میشه بیر، من دارم با بیر میام، این تلفن ها یه چیزی داره کرکشن، یعنی شما دیکته که می‌نویسی این کرکت میکنه، صحیح میکنه، به جای بیر نوشته بام. بعد یکی از اونا خبر داده پلیس و اینها، وایسادن این بدبخت که اومده گرفتنش، اینا معمولا سنشون زیر سن اینه، نوشته که این را نخونده برای تکسی فرستادم، شاید جالب باشه. همونی که من براتون خوندم دوستان، که میگن اینا به یه چیزایی دست پیدا کردن و به همین خاطر جمهوری اسلامی اون هشتا رو گرفته، یکیشو خودکشون کرده، اینای دیگر هم اینجوری با هواپیما به اصطلاح سرنگون کرده، ولی نمیدونه. مرگ با حلق‌آویز شدن در تهران، این نمیدونم چجوریه. بله، این باز همین در رابطه با این آقای سید امامیه، چون حالا پتیکم از سید امامی برامون نوشته بود، بذارید من اینو براتون بخونم، این مقاله که نوشته مرگ با اینجا با حلق‌آویز شدن، معمولا به این میگن مرگ با تناب دیگه، مرگ با حلق‌آویز شدن در تهران. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، دو هفته پس از دستگیری در زندان اوین در تهران خودکشی کرد. جمعه گذشته همسر او مریم را به زندان فرا خواندند تا جسد حلق‌آویز شده شوهرش را به او نشان دهند. مراسم خاکسپاری او 4 روز پس از این اتفاق در دهکده‌ای در شمال تهران و بدون هر نوع کالبد شکافی برگزار شد. خانواده سید امامی همچنین از سوی نیروهای سپاه پاسداران تحت فشار قرار گرفتند تا روایت رسمی از مرگ او را بپذیرند. البته داداش این آقای سید امامی توی یک ویدیو اینها گفته بود که ما نمیخوایم دوباره کالبد شکافی کنند. وقتی شما میگید دوباره، این هر کلمه یه معنی داره. وقتی ترامپ احمق میاد میگه آمریکا رو من میخوام دوباره برسونم به مقام اصلیش، یعنی یه روزی یه مقام والایی داشته، حالا میخوام دوباره برسونم به اون. اینم وقتی میگه دوباره، یعنی یک بار کالبد شکافی شده، ما دیگه نمیخوایم دوباره. اینجا میگه اصلا کالبد شکافی نشده. اینی که من میگم از بس ما از صبح تا شب خبرای راست و دروغ گوش میدیم و میخونیم، دیگه نمیفهمیم کی راست میگه کی دروغ میگه. و اما
اعتراف سید احمد خاتمی نگرانی فزاینده از آینده روحانیون در ایران. اولا ماشاءالله به این قیافه، شما قیافه رو نگاه کنید، وقتا هم گفتن دو رکعت نماز وحشت بخونید، اینو داشته باشیم. بله، اینه که خمینی همون اوائل به آخونده گفت مواظب باشید، مردمی که اینجوری مملکت رو دادن دست ما، اگه ما ازش امانت داری نکنیم فلان و ما بهشون خیانت کنیم ما رو تیکه تیکه میکنن. حالا اینجا اینو نوشته، اعتراف سید احمد خاتمی نگرانی فزاینده از آینده روحانیون در ایران. پیکنت نوشته که روحانیون خود بیش از غیر روحانیون میدانه که اعتبار روحانیت در میان مردم به شدت سقوط کرده است، آنچنان که حتی طلبه هایی که ناچار به رفت آمد در شهر و در کنار مردم هستند عبا و عمامه را میگذارند در خانه و با لباس غیر روحانی از خانه و یا حوزه خارج میشوند. وضع به گونه ای است که اگر سپاه بساط روحانیت را جمع کند مردم برایش هورا خواهند کشید. روحانیت به روی خود نمی آورد اما در محافل به آن اعتراف می کند. سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران، من چرا اینا نمره شون رو از موقت دائم نمی کنم؟ بله، امام جمعه موقت تهران که حضور او در تریبون نماز جمعه مانند امثال علم الهدا از جمله دلایل سقوط اعتبار روحانی در ایران است، به بهانه مراسم فاطمیه رفته لرستان و درباره همین سقوط اعتبار روحانیون گفته است روحانیت یک سرمایه ماندگار است، امروز برخی در زندان با شبکه‌های معاند مصاحبه می‌کنند، این امر خود نشان دهنده وجود آزادی در ایران اسلامی است. حتما هفته دیگه هم راجع به این شنگول منگول کامران که رفته صحبت میکنن، میگن بفرمایید ببین یه احمقی اومده 9 ماه پیاده مردم گذاشته سر کار، بعدم حالا اومده ما اینجا بهش چلو کباب دادیم، بیسکوت هم دادیم، گفتیم برو برای خودت بچن. بله، میگه که دشمنان علی روحانیت و عالمان به دین خواب دیدن، نقش روحانیت تبیین صحیح واقعیت هاست، مردم از روحانیت بر نگشتن، مردم فقط از رفتارهای نادرست برخی ناراحت هستن و تا آخر آخوند زاهد را دوست دارن. امروزه برخی واژه حکومت آخوندی را به کار میبرن اما روحانیت هنوز هم محبوبیت خود را در بین مردم دارد. ما هنوز نفهمیدیم که این از کجای آینده روحانیت، این که داره تازه پافشاری میکنه که اینا هنوز اعتبارشون رو دارن، ولی خب دیگه تیتر رو میزنن که مهم باشه، تیتر رو برای ما میفرسن، ما هم فکر میکنیم که مهمه برای شما میخونیم. و ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپیمای ایران یک ساعت پیش، تلویزیون لس آنجلس سقوط هواپیمای ترانس کلرادو رو پرواز 2286 که در سال 1988 سقوط کرد و پس از بررسی علت آن به صورت فیلم درآوردند، برای اولین بار به نمایش گذاشت. 1988، 12 سال، 17 سال، 29 سال پیش یه هواپیمای کلرادو ایالت اینجاست، یه هواپیمای افتاده، حالا فیلمش ساختن، حالا میخوان ببینن که چیه. میگه علت سقوط پس از تحقیقات فراوان و نداشتن جعبه سیاه برای هواپیمای کوچک نامشخص بود. در آخرین لحظه ها از نامزد خلبان شنیده شد که کوکائین مصرف کرده است. سوای کنترل خلبانان به اعتیاد دو نتیجه دیگر حادث گردید. یک، افزودن جعبه سیاه برای کلیه هواپیما. دو، اضافه کردن اعلام خطر اتوماتیک. امید است دولت جمهوری اسلامی هم در پیگیری سقوط هواپیمای امروز پیگیری بیشتری نماید و به شهید و انشاءالله بسنده نکند. این را هم پتیک فرستاده، ممنون و متشکرم. این عاشق این برنامه های هواپیما و اینها هست، نگاه میکنه و همه رو دنبال میکنه. و اما تباهی سیاست خارجی آمریکا و افول رهبری جهان از آقای کوروش زعیم.
آقای کوروش زعیم من یک بار یا دو بار باشون مصاحبه کردم، ایشون هم از جبهه ملی ایرانه. اینا به نظر من این دوستان باید آقا همینجوری که ما به مجاهدان میگیم بابا شماها خیلی زحمت کشیدید، ازتون ممنونیم، بیان برین بازنشست بشین، شماها هم باید بیان برین بازنشست بشین، برین به نوه و بچه و اینها برسین. والا من الان چند ساله میگم این دوستان جوان بیان ما بریم دنبال کار و زندگیمون، بریم به نوه و بچه و اینها برسیم. و اما میگه که یه دوستی نوشته که در تاجیکستان 2000 مسجد رو تبدیل کردن به خونه و اینها، یا بهشون میگن گرمخانه. اون وقتا به حمام میگفتن گرمابه وقتی میخواستن فارسی میدیسن. الان گویا به اینجایی که افرادی که هوملسن، خونه ندارن، سردشون اینها، توی ایران میگن گرمخانه. حتی روی ماشینای آمبولانس نگاه کنید، تو فیلم ها که میبینیم نوشته اعزام به گرمخانه و میبرن اونجا. حالا این دوستمون میگه که 2000 مسجد را تبدیل به واحدهای مسکونی برای خانواده‌های فقرا و نیم دیگر را به واحدهای تأمین اجتماعی به فرهنگی کرده. این به نظر شما تحسین ندارد؟ گفتم که چرا، این راجع به رئیس جمهور تاجیکستانه. بهش گفتم تنها اشکالی که داره این بعضی وقتا فیک نیوزه. حالا شما بخونید دوستان، من این خبر رو روز اولی که اومد رفتم خوندم، بعد نوشته بود اولا 2000 تا نبوده، تعدادی از این مسجدا که زیر لوای مسجدی داشتن فعالیت هایی مثل برای ایسیس مایسیس میکردن اینا رو بسته و خبر جدیدی ندارم. اگه دارید ارسال کنید منم میفرستم. آقای خزایی، دوستمون آقای مجید خوشنودی میگه بنده در خدمت هستم همشهری عزیز. حالا نمیدونم در رابطه با ویدیو درست کردن برای شما میگه، یا اینکه من گفتم آقا کم کم منم بلند میشم بیام کالیفرنیا، ایشون اینو میگه. در هر دو صورت ممنونم. و اما نهضت مقاومت ملی ایران، این National Movement of the Iranian Resistance، این فرق میکنه. همه خانم گیتی کاوه که گفتم اسمش هم هست نمیر. حالا خیلی جالبه، این دوستان میان یه سازمانی رو به فارسی تأسیس میکنه، اسمش رو به انگلیسی، بعد خلاصش رو به انگلیسی. حالا من وقتی برم بزنم NAMIR اینا میاد اصلا چه فایده ای داره؟ نشته founded by شاپور بختیار. من اینو بهتون نشون بدم، اینم یه تبلیغ مجانی برای نهضت مقاومت ملی. و این نهضت مقاومت ملی اگر تأسیس شده به وسیله شاپور بختیار، بهتون بارها گفتم دلیل آشنایی من با بابک هروی فیلمی بود که ایشون به اصطلاح تحقیق کرده بود و نشون داد، گفت که آقا این شاپور بختیارم اون چیزی که میگن نبوده، این اولا معتاد بوده، دوما پولایی که گرفته به خانواده و دوست و رفیق و آشنا داده و اینجوری هم نبوده. حالا خانم گیتی کاوه میگه که این به اصطلاح بنیانگذار دکتر شاپور بختیار، اگه این نهضت مقاومت ملی در زمان دکتر بختیار درست شده، احتمالاً مال موقعی بوده که جبهه ملی به ایشون بدرفتاری کرد و بهش گفت که چون شما رفتی نخست وزیری شاه رو قبول کردی پس با ما نیستی، اونم مثل آقای زرابی که گفته من چرا مشاور ارشد باشم، میرم میشم دبیر کل حزب، نمیدونم اتحاد رو ول میکنه میره حزب اتحاد ایران رو ول میکنه. ببخشید من اینو میگم، میگن خر همون خره، پالونش عوض شده. در هر صورت چی کار کرده این نهضت ملی مقاومت، National Movement of the Iranian Resistance، چی کار کرده؟ چند نفر عضو داره؟ اعضا کجا هستن؟ دفاترش کجا هستن؟ اقدامات شما تا امروز چی بوده؟ از امروز برای آینده چی هست؟ هیچ. دروغ به خودتون میگی، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، من اینجا میگم شما ها نمیگید چون میدونید که چیزی برای گفتن ندارید، یه مشتین دوست دارید هفتگی همدیگر رو ببینید، هیچ عیبی نداره. من یه جایی میرفتم یه رستورانی، پنج شنبه تا پنج شنبه 8 نفر میومدن
می نشستم. ما یه در پرسیدیم از اینا چی هم؟ گفت اینا عاشق درختن، درختایی که تو خونهشون کاشتن و میوه میده. این میاد امروز اینو نشون اون میده، اون میاد نشون میده به اون این هلوی من اینجوری شده، هلو رو نمیدونم زدم به نارنگی اینجوری شدم. هیچ اشکالی نداره گرد همایی بذاریم، سمینار بذاریم، درخت من اینجوریه، اینو با اون پیوند زدم اونجوریه، الان هلو درست میکنه که شکل برن، بره درست میکنه که شکل هلوه. ولی هی نگید نهضت ملی مقاومت، نهضت مقاومت مردم، جنبش فلان، نمیدونم. خودتون رو سر کار نذارید، مردمو که نتونستید سر کار بذارید، چون اگر قبولتون کرده بودن اینجوری. الان هم نوشته نشریه اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران شنبه 10 فوریه. خیلی هم خوب. دوباره همه چیزایی که اینا می‌نویسن، همه اینا رو همه ما می‌دونیم، همه اینا رو همه ما به عنوان یه امید و آرزو میگیم، خوبه. ولی کی میخواد انجام بده؟ هیچ. همون ماجرایی که بله خیلی خوبه یک گردنبندی رو ببندید به گردن این گربه، پدر سوخته وقتی میاد میخواد گوشت رو ببره، این زنگوله صدا بده. ولی بعد میگن آقا حالا کی میخواد بره این زنگوله رو ببنده؟ اصلا چجوری میتونید نزدیک این گربه بشی؟ اون اینقدر باهوشتر از شماست که آرش شعاع شر، روزنامه نگار مستقل گیلانی، از ترکیه ربوده شد. من ایشون رو نمیشناسم و این خبر هم مثل خبرهای دیگر. حالا بعد این خبرنگار گیلانی در سال 1393 با شکایت داستان رشد به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولین حکومتی و بزرگنمایی مشکلات کشور محاکمه و پس از 5 مرحله بازجویی و بازپرسی با قید وثیقه 100 میلیونی آزاد و نهایتاً در شعبه اول دادگاه انقلاب تبرئه شد. بعدم رفته ترکیه، بنده خدا را اونجا هم ربوده شده. امیدواریم که ایشون هم ازش خبری پیدا بشه و بتونیم اون خبر رو هم به شما بگیم. استقبال اصلاح طلبان از امام جمعه شدن یکی از دشمنان جنبش سبز. بله، جنبش سبز خب یعنی اصلاح طلب بودن دیگه. حالا کیه؟ علی شکوری راد، دبیر حزب اتحاد ملت، در توییتر خود نوشت حجت الاسلام و مسلمین سید. حالا وقتی هم اینا میگن ما نمیدونیم این حزبا توی خارج، حزبا یه نفره مثل حزب آقای زرابیه، مثل حزب آقای باونده، مثل حزب آقای امانیان، یا واقعا یه حزبیه که توی ایران دفتری دارن، دستگی دارن. حالا اگه مثل حزب ایران و ایران نوین و حزب ملت و حزب مردم هم بوده، اقلا 4 نفر میتونن برن بنویسن. اینم من نمیدونم. در اصل علی شکوری را دبیر حزب اتحاد ملت در توییتر خود نوشت حجت الاسلام و مسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد، یک اصولگرای آرام، معتدل و اخلاق مدار است. من دوستم بارها گفتم این مدار یعنی نداشتن. چجوری؟ با مثلا ما میگیم سیاست مدار، چون یه جا میگه مثلا مدار از روزگار چشم فلان، یعنی انتظار نداشت. چجوری؟ یه جا منفیه، یه جا به عنوان صفت، اونم تازه صفت تفصیلی میشه دیگه، یعنی دو برابر سه برابر، نمیدونم. در هر صورت بعد میگن که حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، نیز در توییتر خود از انتخاب حجت الاسلام ابو ترابی به عنوان امام جمعه موقت تهران استقبال کرد و نوشت اگر تهران باشم این هفته به نماز جمعه خواهم رفت. خب اینم یه تشویق گذاشتن یه مردم برن. خب چه خوب بود اگر ما هم یاد میگرفتیم. بله، این در رابطه با همین تاجیکستانه که برای این دوستمون نوشتم که آقا این خبرهایی که تو چیز میاد باور نکن، به انگلیسی برو از چند تا سورس یا منبع به اصطلاح آمریکایی نگاه کن، بعد میبینی. من بزادم گفت که چند تا از مساجد رو که اینها از به اصطلاح به اسم مسجد سوء استفاده میکردن بستن. حالا کسی از راجع به تاجیکستان اگه خبر بیشتر و بهتری داره لطف کنه پیام بذاره، همون جوری که
دوستمون پیغام گذاشته بود، شما هم میتونید با این شماره تلفن 202، ببینید کجاست، اینجا نوشتم تلفن تکس 202-695-2573، این یو اس ای رو که گذاشتم برای اینی که بدونید چه پیش کدی رو، چه پیش شماره رو باید بگیرید، چون بعضی ها میبینم که عددی که میرسن من 201 که برای آمریکا، من چون از خارج کاری نداشتم به اینجا نمیدونم، ولی از اینجا که ما زنگ میزنیم خارج مثل که 011 است یا 049، کدا فرم کنه. دامنه فعالیت های اطلاعات سپاه گسترش پیدا میکند، مجاهدان گمنام در مقابل سربازان گمنام. این خبرها هم دیگه، تحقیق گوگل در مورد اپ ساخت ایران برای جاسوسی از مردم. اینو بخونیم ببینیم چیه. بعضی وقتا این دوستانی که اپ دارن برای همدیگه دروغ سر هم میکنن که بیزینس هم رو خراب کنن، و اینجا رسمه. بعض وقتا مثلا یک کنسرتی از یکی دیگه میاد اعلام میکنه کنسرت کنسل شده، بعد ضرر میزنن به هم دیگه دیگه. در اصل اینم، حالا من اسم این اپ و اینا رو نمیگم، در اصل میگه که چاپ لندن در گزارش مینویسد گوگل تحقیقات خود را در مورد اپ، یه چیزی هم اسم نوشته، میگه که یعنی این اپ اطلاعات مردم رو میدوزه. آقا دیشب یه برنامه رو نگاه میکردم، گفت مردم وقتی که میرن چی میخرن، پول نقد میدن، بعد بعدشون میاد که پول خورد بهشون میدن. از امروز دیگه شما میتونی بگی من پول خورد رو نمیخوام، بله میتونی بریزش توی قطی بده به طرف، میتونی بریز برای بچه ها، خب خیلی ها این کار میکنن، ولی میگه اونایی که این پول خورد رو میخوان که حالا به حسابشون ریخته بشه، بهش میگن کوین بک، کوین اوت. دیدید میگن مثلا چک اوت، این کوین اوت یا کش اوت، چک کوین اوت. میگه به جای کوین اوت که میگید، شما میگید که من نمیخوام پول، کوین اوت میخوام، اینو میچرخونه میذاره به جلو، و شما شماره تلفن تو که میزنی، چون شماره تلفنت با بانک وصله، این پول میره توی بانک. اینو شما داشته باش. میگه این رو تنها جوری که ما تونستیم به اینایی که مشتری نقد دارن بفروشیم، بهشون گفتیم نگاه کن، سوربی که میاد کردیت کارتشو میده، شما کردیت کارت، آدرس، تلفن، همه چی رو داری، ولی سعید که میاد پول نقد میده هیچی ازش نداری. با این کار تمام اطلاعات شما میتونی داشته باشی، از فردا براش ایمیل بفرستی، به شماره تلفنش تکست بفرستی و الی آخر. میگه اینجوریه که ما میتونیم به اینا هم بفروشیم. یه چیزی رو طرف پیدا کرده، خیلی هم پول زیاد میخواست، مثلا میگو 5% چون میدم 250,000 دلار. دوستان عزیز، ساعت 3:58 است، امروز تعطیل بودیم، ولی ما به خاطر قولی که به شما دادیم آمدیم و برنامه اجرا کردیم. یک، سر قولای خودتون وایسی. تشکر میکنم از هوشنگ عزیز، 10 دلار و 10 سنت فرستاده بود، 1010. و یادم میاد که هوشنگ اسم خودشو گذاشته بود TNT، گفتیم اینم حتما یه جنبش دینامیت دیگه، TNT و فلان اینا. بعد گفت نه آقا، گفت آقا من ترسو هستم، نادان هستم، تنبلم هستم. ترسو، نادان، تنبل میشه TNT. خب دوستان عزیز، 2 دقیقه دیگه مونده، بزنم یه مقاله دیگه میتونم براتون. آره، یه چیزی آقای آریانپور فرستاده که وقتی میمیریم تا 20 ثانیه بعد مغزمون کار میکنه. بعد من بهش گفتم پس اون ضرب المثلی که میگه مرده به تابوت فلان در این رابطه است، ولی میدونید که اون مرده به تابوت یه کاری میکنه یا مرده به تابوت گند میزنه، اون واقعا درسته، چون طرف با وجودی که مرده ولی توی شکمش و اینا این آنزیم و اسید و خوراک و اینا هنوز دارن کار خودشون انجام میدن، و درسته که وقتی مرده همه چیز منقبض شده، ولی بعد از یه زمانی همه سوراخ‌های کمی باز میشه و مرده هم ممکنه به تابوت به اصطلاح گند بزنه. ببینیم این چیه. آها، این راجع به یک پرنده است. ببینم دستگیر شد، اتهام جرمی همین موضوع در زندان. آها، این همون فیلمیه که گفتم دولت جمهوری اسلامی اینو ساخته برای این آقا، و اجازه بدیم ما نشون ندیم، چون اگه ما نشون بدیم تبلیغ میشه برای آخوندها که اینا
میگن این آقا جاسوس بوده و به این جرم گرفته میشه، خودشو کشته. دوستان عزیز، من نظرات خودم رو گفتم، امیدوارم دوستانی مثل آقای زرابی، مثل اون کامران شنگول منگول، اینا یک کمی فکر کنن، بعد ببینن آقا اگه میخوای یه چیزی، شما میخوای بری یه سوپ بخوری، اول نگاه میکنی ببین تو کیفت پول داری، کردیت کارتت باهات، نگاه میکنی ببین کلید در همراهت، نمیری در پشت سر خودت قفل کنی. خیلی وقتا میریم درم پشت سر خودمون قفل میکنیم. این کارهایی که ما میکنیم، آقا من اگه فلانی رفت فلان اسممو میذارم سکینه، اگه آقای احمدی نژاد شد رئیس جمهور، آقای میبودی دیگه تو برنامه نمیاد، اینا همون از در بیرون رفتن و در رو به پشت خودتون قفل کردن و بعدم 60 دلار بده اون نمیدونم لاک مستر چیه بیا برات بازش کنه. خب بس دیگه، 4:01 است و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. چهارشنبه با شما خواهیم بود، برنامه عقل بشر هم روزای چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک پخش میشه. و اگر سوالی دارید، مطلبی دارید، نوشته‌ای دارید، با ایمیل info یا sorbi@mardomtv.com با من در تماس باشید. یه ایمیلی دارم بهتر و راحت‌تره، زودتر اینو میگیرم، این بدون انتقال میاد، usa.sorbi@gmail.com. زندگی آمریکایی‌ها میگن take it easy، یعنی خیلی سخت نگیر، خودش سخت هست، ما از اینی هم که هست سخت‌ترش میکنیم. گفت چی؟ سخت گیر از روزگار بر مردمان سخت گیر. اینا میگن easy does it، آسون بگیر آسون میگذره، آسون بگیر آسون انجام بده، هم خودت راحت تری هم دیگران. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، ممنون که با برنامه سوربی با مردم بودید، این برنامه رو به دیگران هم معرفی کنید، به امید روزهایی بهتر.